در ارتباط با بحث‌های این روز واگذاری استقلال و پرسپولیس این که بالاخره انجام میشه یا نه، کیفیت و شرایطش امشب و احتمالاً فردا شب بهش خواهیم پرداخت در قالب بخش‌های مختلف. اما میهمانان بسیار عزیز و ارجمندی داریم که امیدواریم که غنای بحث ما رو امشب بالا ببره، یه خروجی مناسب هم انشاءالله داشته باشه. بدون فوت وقت عرض بکنم که در سمت چپ بنده جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی هستند، عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار و استاد دانشگاه، که خوش آمد میگم حضورشون رو. همینطور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته فوتبال و فوتسال فراکسیون ورزش جناب آقای دکتر سید شریف حسینی هم در خدمتشون هستیم. خدمت شما هم سلام عرض میکنم. سلام داریم، خسته نباشید. و دکتر امیررضا خادم، معاون حقوقی پارلمانی و استانهای وزارت ورزش و جوانان و همینطور نماینده تام الاختیار وزیر در امر پیگیری واگذاری این دو باشگاه استقلال پرسپولیس. لبخندم داره، امیررضا خادم هم کشوندن اینجا، یا حالا نمیدونم از جونش سیر شده اومده تو بحث استقلال پرسپولیس، یا خیلی خوش آمدید. شب شما بخیر. من عرض سلام دارم و ان شاءالله که بحث خوبی باشه. ان شاءالله ان شاءالله. و جناب آقای ابوالقاسم شمس جامخانه، عضو هیئت عامل و معاون سازمان خصوصی سازی، که به شما هم شب بخیر خوش آمدید. شب شما هم بخیر. همینو بگم که جنسمون جور جور، بحثمون هم انشاءالله بدون هیچ گونه نقصی انجام خواهد شد. از تمامی مناظر و اطراف قضیه نمایندگان حضور دارن که اعلام موضع بفرمایند، اما اجازه بدید ببینیم بحث ورودی رو و گزارش ورودی رو که همکاران منتهیه کردن برای آماده شدن اذهان. سالهاست که هواداران سرخابی میشنوند که قرار تیمهاشون به خودشون واگذار بشه. سالهاست که گفته میشه قراره تا پایان امسال یا تا آخر سال آینده دولت شانه خود را از بار سنگین و مسئولیت طاقت فرسای اداره این دو باشگاه خالی کنه و همه چیز رو به بخش خصوصی واگذار کنه. سالهاست که قراره دیگه خود پیشکسوت‌ها و هوادارها برای تیمهاشون تصمیم بگیرن. اما در تمام این سالها فقط قرار بود که یه اتفاقی بیفته و یه چیزایی بشه. اما نشد که بشه، انگار اصلا قرار نبود که چیزی بشه. تو این 20-30 سال گذشته سرخابی ها وسیله‌ای بودن برای اشتهار بیشتر خیلی ها. توی مقاطعی وقتی به انتخابات هایی مثل شورای شهر و مجلس نزدیک می شدیم، بازار میتینگ تبلیغاتی بعضی ها با بازیکن ها و مدیرای این دو باشگاه داغ داغ می شد. یه زمانهای هم عده‌ای برای اینکه سرشاخه شمشادهای پرچینشون خودی نشون بده و بالاتر از بقیه به چشم بیاد و سر بخورن تو دل میلیون ها هوادار، وعده های واگذاری و خصوصی سازی و این تیم ها مال خود مردم هستن و خلاصه هزار و یک جور حرف بیپایی و اساس رو تحویل مردم دادن و رفتن. بگذاریم از اینکه در زمان ریاست محسن مهرعلی‌زاده در سازمان تربیت بدنی، ساز و کار عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس نهایی و آماده اجرا شد. اما در آخرین مراحل با تماسی از دفتر رئیس جمهور منتخب به یک باره با توقف روبرو شد. اما این روزها بحث واگذاری دوباره داغ شده. مجلس در جلسه علنی 19 روز پیش و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 93 موافق واگذاری باشگاه‌های دولتی از طریق فرابورس به بخش خصوصی و تعاونی نبود، اما با واگذاری سهام آنها از طریق مزایده یا با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 موافقت کرد. چند روز بعد اما پس از آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکم مقرر در قانون بودجه مبنی بر واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق بورس رو به دلیل زیانده بودن باشگاه‌ها و طولانی شدن روند واگذاری غیر قابل اجرا دونسته و طرح پیشنهادی واگذاری از طریق مزایده رو مطرح کردند، دولتی‌ها پس از بررسی این پیشنهاد رو به دلایلی همچون عدم تشخیص اولویت خریداران رد کردند. به زعم برخی کارشناسان اقتصادی اما به نظر میاد امروز با توجه به پیچیدگی‌های موجود در فرایند واگذاری باشگاه‌ها به ویژه پرسپولیس و استقلال، تفکیک دارایی و انتقال مایملک اونها به این سادگی که گفته میشه نیست. اینکه شرکتی قابلیت عرضه در بورس رو داره که باید سودآور باشه و آبی و قرمز اینطور نیستند. تهیه صورت‌های مالی شفاف سالانه توسط حسابدار رسمی برای هر دو تیم،
این هم فرایندی غیر معمول، پیچیده و تا اندازه غیر ممکن به نظر میرسه. از طرفی بر اساس قانون شرکت هایی که ظرفیت ورود به بورس رو دارن باید کشف قیمت بشن. این هم گره دیگر از این کلافه سردرگمه. علاوه بر این گفته میشه که باشگاه های استقلال و پرسپولیس مشکل تدوین اساسنامه و هماهنگی با اساسنامه مورد نظر بورس رو هم برای واگذاری دارن. این موارد تنها گوشه ای از مشکلات پیش رو برای واگذاری این دو باشگاه. خیلی از فوتبالی ها و اونهایی که تو این سالها صداشون گرفت از بس که داد زدن این دو باشگاه رو واگذار کنین، میگن که اگر 10-12 سال پیش و حتی قبل از اینکه فوتبال ما چهره و ظاهر حرفه‌ای به خودش بگیره، فکری عاجل برای واگذاری اونها میشد، الان با این مشکل پیچیده در دنیایی از بدهکاری و بیپولی مواجه نبودیم. میگن اگه قبل از اینکه پول بی حساب و کتاب سرازیر بشه تو این فوتبال، تیم‌ها رو خصوصی می‌کردیم بهتر بود. و میگن اگه همون زمانی که صندوق عقب ماشین مربی تیم دفتر باشگاه بود، به فکر بخشیدن عطای باشگاهداری دولتی به لقایش بودیم، امروز به جای اینکه کاسه چه کنم به دست بگیریم، شاهد پولسازی حداقل در همین سرخابی‌های تهران بودیم. بله، گزارش رو دیدید. به هر حال 12 ساله که این مقدار گوشمون عادت کرده. باید دوستانم قبول بکنن که باورش برای ما سخته، که هنوزم با علامت سوال و تردید به این بحث نگاه میکنیم که واقعا این اتفاق میفته یا نه. امروز ظریفی میگفت که معمولا اواخر کار دولت ها و یکم اوایل کار دولت ها این بحث خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس مطرح میشه، بعد هم یه جورایی حالا به هر حال بحث مسکوت میمونه تا حالا یه فصل دیگه و یه موسم دیگه. اما امشب میخوایم این بحث رو شروع بکنیم. اجازه بدید یه مقدمه من از دکتر عبدالله تبریزی بگیرم، با توجه به اشرافشون به بحث اقتصادی و بحث بورس و همینطور حالا بحث باشگاه استقلال پرسپولیس. آیا دکتر شدنی هست ورود این دوستان به بورس و اینا؟ اصلا بحث چطور کلید خورده؟ شما بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بینندگان برنامه عرض سلام دارم. موضوع همونطور که در شرح اولیه همکاران شما و خود جناب عالی بود نسبتاً قدیمی است. به هر حال یه قاعده بین‌المللی است الان که این کلوب‌ها باید یا این باشگاه‌ها باید باشگاه‌های خصوصی باشند، و در شرایط فعلی هم اگر حالا ما این دو باشگاه رو کنار بگذاریم، بقیه به نحوی از یک مسیری گذشتن تا یه حدی خصوصیان، هرچند که در اختیار نهادهای عمومی هستن که اون نهادهای عمومی در واقع یه جوری برایشون نظارت دارن. یعنی اگر یک وزیری بخواد امروز مثلا در مجموعه نفت دخالت کنه تو اون تیم، میتونه، یا بخواد تو مجموعه که دست خودروییاست میتونه، یا دست فولادیاست میتونه. اون کسانی که این قواعد رو ریختن بیشتر نظرشون رو بحث مدیریت بوده، که مدیریت دست کیه. یعنی من میخوام بگم که مسئله محدود به این دو باشگاه نیست. به حال این دو باشگاه باقی موندن. از دهه 70 اوایل 70 من خاطرم هست که مطالعاتی صورت گرفته برای اینکه بررسی کنیم که شرکت ها چگونه وارد بورس میشن در دنیا، و بحث پیش رفته همونطور که همکار شما فرمودن در اول این برنامه، که در قبل از دولت نهم به نتیجه نهایی رسیده بود که اینها از طریق بورس واگذار بشه. در سالهای گذشته این ممکن نشده، به لحاظ اینکه وارد شدن به بورس مقدماتی میخواد. مثلا هر دو باشگاه هیچ صورت مالی نداشتن. خب شما نمیتونید چیزی رو که صورت مالی نداره به مردم بفروشید. خب سالها طول کشید تا این صورت مالی بود. بعد تازه صورت‌های مالی که درآمد معلوم شد، خب اینا منفیه. چیزی تو این صورت‌های مالی وجود نداره غیر از مثلا یک کمی بدهی، یه چیزای خیلی کوچیکی. نهایتاً در این سال‌های اخیر، یعنی می‌دونید که ما در صورت‌های مالی نمی‌تونیم برند یا نام و نشان این شرکت‌ها رو جزء درآمد کنیم، چون اون از نظر حسابداری امکان نداره. بنابراین مدتی طول کشید، گفتن خیلی خوب، حالا برای اینکه مثبت بشه ما دو تا به اینا باشگاه بدیم. اون باشگاه درفش و باشگاه دیگر رو دادن به اینها که اینا یه حداقلی از مثبت شدن رو پیدا بکنن. من آخرین مطالعات رو که نگاه می‌کردم در سال 91 و در
خرداد امسال مؤسسه‌ای که مسئول بوده اینها رو دراره باز هم کم بوده اطلاعات جدی داشته و بعد حسابرس مربوطه رو باش قرارداد نبستن که او بررسی کنه. اگر این اتفاقات می افتاد به هر حال قرار بود که بره تو فرابورس که از نظر پذیرش ضعیف‌تر از بورسه. برای دوستانی که دارن برنامه نگاه میکنن مثل که شما تو لیگ برتر رفتید یا اینکه تو دسته یک رفتید یه همچین وضعیتی است، یعنی از نظر شرایط پذیرش فرابورس آسان‌تر هست. به این دلیل گفته بودن فرابورس بره که مثلا در فرابورس ما میتونیم شرکت های زیانده رو هم با یه شرایطی بپذیریم. بنابراین اینا هم جزو همون شرکت ها بودن. مرحله بعدی اگر اینو انجام می‌شد اینه که خیلی حالا این شرکتی که از نظر دفتری چیزی توش نیست به خاطر برند و مجموعه‌ای از حامیانش و مجموعه‌ای از طرفدارانش و دوستدارانش و علاقه‌ای که اونها دارن و درآمدهای احتمالی که می‌تونه داشته باشه چند می‌ارزه، اونم بحث ارزش‌یابیه که خود اونم می‌تونه مثلا چند ماهی طول بکشه. من به نظرم میرسه که مجلس سخت علاقمند به واگذاریه و حالا تصمیم گرفته که حالا اگر از بورس نمیشه پیش بینیش هم اینه که در سال 93 هم ممکنه نشه، سخت وایسادن پای این که خیلی خوب از طریق ما مزایده واگذار کنیم. در مزایده شما اون محدودیت ها رو ندارید، یعنی من میتونم با اطلاعات محدودی این خرید رو انجام بدم. بنابراین باید نظر مجلس برای این بوده که واگذار کنه. حالا این واگذار به چه کسی بشه موضوعی است که میتونید در موردش بحث کنید. بحث رو خوب پیش بردن، یه مقدمه‌ای که گفتن که به هر حال ظاهرا از بوس امکان پذیر نیست، هنوزم این شرایطی که آقای دکتر عبدو فرمودن هنوز حاصل نشده در مورد باشگاه استقلال پرسپولیس. دکتر حسینی عزیز، صحبت از آقای دکتر عبدو صحبت از این کردن که واقعا حتی بعد از این همه سال هم که گذشت راجع به استقلال پرسپولیس اگرم عزمی بود هیچ وقت در حد یه صورت مالی هم یه صورت مالی دقیق و رسمی هم نداشتیم. نشون به اون نشون که آقای خادم تازه چند روز پیش یه بازرس معرفی کردن، بازرس ویژه و نمیدونم حسابرس که تازه برن ببینن که اونجا چه خبره. حالا پرسپولیس استقلال هم شاید حالا به همون نحو اینا. یه سوالی که برمیگرده به شما به عنوان قانونگذار و کسانی که خب علاقمند به این موضوع هستین، میگن آقا مگه شما سه سال پیش سازمان ورزش رو نکردید وزارت ورزش؟ خب یکی از این دلایل این بوده که نظارت دقیق‌تری داشته باشید. این دو تیم هم مال وزارت ورزشن. تو این سه سال چه کار کردید که الان شاید با این سرعت و با این اهرم فشار دقیق می‌فرمایید که سریع بیاییم و اینا رو واگذار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز، شما جناب آقای یوسفی و همکارانتون، جناب آقای دکتر عبده تبریزی، جناب آقای خادم عزیز و جناب آقای شمس. ببینید، من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم از منظر ورزشی دوست دارم قبل از اینکه از منظر مجلسی بگم. سوال اول اینه که چه چیزی باعث شد استقلال و پرسپولیس به وضعیت فعلی گرفتار؟ مگر نداریم کسانی که اعضای هیئت مدیره باشگاه ها میخوان بشن شرایطی دارن؟ اینکه اقتصاد بدونن، باشگاهداری بدونن، تجارت خوب بفهمن، ارتباط خوب و عالی داشته باشن، بودجه بندی مسلط باشن و خدمت شما برای صنعت فوتبال هم بتونن سودآور باشن. اگر شرط پنجمش هم که ورزشی باشن که خیلی هم کدوم یکی از این اعضایی که ما انتخاب کردیم رو ضابطه بوده و رو از روی رابطه انتخاب نکرد؟ این اولین مبحث من که به قدیمی ها برمی‌گرده. مبحث دوم من از منظر وزارت فعلی ورزشه. جناب آقای وزیر در معارفه خودشون فرمودن که بنده صادقانه بگم که باور ندارم که با خصوص‌سازی مشکل استقلال پرسپولیس حل بشه. چه اتفاقی افتاد که بعد از چند ماه الان رسیدن که دستور میدن و جناب آقای خادم به عنوان نماینده تامل اختیار انتخاب میکنن؟ سه حالت وجود داره. حالت خوشبینانه اینه که جناب آقای وزیر متوجه شدن که اون صحبتی که توی معارفه خودشون کردن اشتباه بوده، باید اصلاح بکنن و این اتفاق باید بیفته، چرا که وارد کار شدن و دیدن مسائلو. بدبینانش اینه که وقتی اومدن مشکلات پرسپولیس و استقلال دیدن، اعتصاب ها رو دیدن، واسه اینکه از سر خودشون با بکنن گفتن واگذار کنن. حالت سومش هم دستوریه که داده شده. اگه حالت سوم باشه که دستور دادن این کار انجام بدن، چون متولی ورزش وزارت خونه است، پرسپولیس استقلال با مشکل مواجه خواهند شد.
تحلیل خودتون چیه؟ کدوم یکی از این حالت هاست؟ من فکر میکنم که شرایط موجود اینه که وزارت ورزش با بودجه‌ای که داره توان مدیریت باشگاه استقلال و پرسپولیس رو برای فصل‌های بعدی نداشته باشه. خب. و میره به سمتی که به بخش خصوصی واگذارش کنه که حالا اثراتش من خواهم گفت بعدا. خب بسیار. میخواین اینجا بحث رو نگه داریم که همینجا به خاطر اینکه یه مقدار پینگ پونگی بشه و خب اتفاقا نه چون روی کرد ایشون البته خیلی خوب دور زدن ما سوال راجع به مجلس حالا من اونو یه جای دیگه ازشون میپرسم که خب چرا نظارت نکردیم به هر حال به عنوان مجلس که این اتفاق افتاده. آقای خادم نه فقط این بحث من با لبخند آقای خادم تو هیچ مشکلی ندارم من اینو اول چند روز خودم هم میخندم شما آقای دکتر خادم عزیز من دارم عرض میکنم که این تلقی که ایشون گفتن توی ادوار قبل هم به نوعی بوده برداشت و تلقی جامعه رو راست بگم اینه که دولت هیچ وقت دلش نمیخواد که مثلا این اهرما رو از دست بده همیشه هم شعارشو داده یا هر یه کاری کرده آخرش پیچونده که این کارو نکنه ولی الان اینجوری که داریم فضا میبینیم نمیدونم قانونگذار میگه آقا برید این کارو بکنید ظاهرا فکر میکنیم که این از موجه راجب این بگید چرا این اتفاق افتاده این ایراد به وزارتخونه های ما و سازمان تربیت بدنی ما هم وارد بوده که چرا استقلال پرسپولیس حتی اگر اون اعضایی هم که ایشون میگه جدی بودن هیئت مدیره ها ولی واقعا هممون میدونیم که خدا وکیلی فقط خود اون مدیر عامل ها میدونستن که چیکار دارن میکنن هیچ وقت نبردن توی هیئت مدیره فرض کن بودجه مصوب بکنن یه اجازه بگیرن چون اصلا سازوکارشون با این قسمت نمیخونده چرا اینجوری شده آقای خادم عزیز خدمتتون عرض کنم من اول باید تشکر بکنم از هر دو عزیزی که در این خصوص صحبت کردن چون نوع ورود و شروع مطالب با توجه به اینکه من جناب دکتر عبدو به هر حال جزو سرسلسله ها و بالاخره افرادی هستش که توی نظام اقتصادی کشور حرف برای گفتن دارن و محل رجوع به هر حال هر جناح هر تفکر و هر موضوع اقتصادی هستن و همچنین جناب دکتر حسینی از منظری که ورود کردن و به هر حال با جناب شمس هم که ما جلساتی رو داشتیم و من نظرات و تفکرات اینشون هم در مجموع میدونم میخوام بگم که این جلسه برای من یک درسیه و حتما نتیجه این جلسه راهکارهایی رو و چارچوب و مسیر حرکت رو برای ما مشخص خواهد کرد و به خصوص بنده ای که به هر حال یک وظیفه رو به صورت مستقیم به عهده دارم این از این بابت من تشکر میکنم ورود بسیار مناسبی بود و به خصوص جناب دکتر حسینی این منظری که ورود کردن به هر حال زمینه ای رو فراهم کردن که من خیلی حرف هایی که باید بزنم رو همون ابتدا حالا من دنبال این بودم که مجرای پیدا بشه که ورود کنم خیلی سریع به این سر اصل مطلب بدون مطلب چرا که من قبل اینکه این مقام ها و این پست ها و این جایگاه های دولتی رو داشته باشم فکر می کنم که یک نفری هم که سالها بالاخره با این مردم حشر و نشر داشتم و این ارتباطه رو نمیخوام از بین بره و نمیخوام بهش خدشه وارد بکنه و اون برای من خیلی ارزشمند نکته خوبی رو آیه حسینی گفتن بالاخره آیه دکتر گودرزی به عنوان یک نفری که از فضای ورزش کشور رفته و برای اولین بار سکان ورزش کشور رو در دست گرفته اگر من تصورم اینه با این جلسات متعدد و متنوعی هم که در این 10 روز گذشته که من مسئولیت گرفتم با ایشون داشتم اینو به ذرس قاطع خدمتتون عرض می‌کنم اون نکته ای که ایشون در اون جلسه معارفه عنوان کردن برآمده از یک تفکر یک فرد ورزشی بوده و این همون تفکریه که من به عنوان یک فرد ورزشی دیگه با اون موافقم و همراهم و فکر میکنم همه جامعه ورزش هم چنین تصور رو دارن یعنی فرهن 4-5 روز پیش هم شما همینو فرمودید بله. دوباره میخوام بگم که این تفکر و این تصور و این عنوان تغییر نکرده این یه تفکر ورزشیه که تو جامعه ورزش هست در سوالات شما هم همین مستطره در همین کلیپی هم که پخش کردین کاملا مشهود بود مطلب دوم ما یک یه الزامات قانونی داریم وقتی که فردی به عنوان وزیر معرفی میشه کسی که مسئولیت بخش های مختلف همون وزارتخونه در دست میگیره موظف میدونه خودش رو با و فکر میکنم یکی از اولین نکات جناب دکتر روحانی هم این بوده که اجرا و عمل به قانون و حرکت در اون مسیر امروز مجلس محترم مصوبه رو داره برای سال 92 که دولت رو مجاز دونسته در واگذاری این دو باشگاه و در بودجه 93 که همین الان مصوب شده و
فکر می‌کنم که شورای نگهبان دیگه جواب بده و دیگه امروز فردا دیگه قطعی خواهد شد و ابلاغ خواهد شد مجله به دولت. در بودجه 93 هم به صراحت عنوان شده که تا آخر سال 93 بایستی باشگاه دولتی واگذار بشه. من یک موقع یک تصور شخصی دارم، یک موقع یک تصور قانونی و خدمت شما عرض کنم جایگاه مسئولیت اجرای قانون رو دارم. در این جایگاه اجرای قانون و مسئولیت قانون بایستی در اون مسیر حرکت کنم. من اینجا خیلی جدی خدمت شما عرض میکنم و شخصا اگه غیر از این بود حتما حداقل این مسئولیت رو قبول نمیکردم و اون اینه که هیچ دستوری، هیچ فشاری برای انجام این کار یا ورود به این بحث برای ابتدای شروع کار دولت متفاوت با همه دوره‌های قبل اتفاق نیفتاده. من خواهشم اینه که مردم ما و بینندگان و علاقه‌مندان به این دو تیم پرطرفدار این بنده حرف بنده رو قبول بفرمایند و باور کنند که ما قصدمون ایجاد شرایطی است که این دو باشگاه در مسیر کاملا شفاف، کاملا نرمال و کاملا قابل اعتماد به سمت استقلال رأی، استقلال تصمیم و استقلال حرکت و تأمین هزینه ها و موارد مثل این در داخل خودشون حرکت بکنن. بحث امروز نظام ورزشی ما اینه که بر اساس قانون، نکته که گفتن، ما اصلا توانه بر پرداخت هزینه های دو باشگاه استقلال پرسنل نداریم. قانون این اجازه رو به ما نداده. منع قانونی داریم. در قانون بودجه سال 92 مشخصا برای پرسپولیس 10 میلیارد خورده ای و برای استقلال زیر 10 میلیارد مصوب شده، ابلاغ قانونی شده که اینها بایستی درآمد داشته باشند، درآمدشون رو به خزانه دولت برسونن و از اون چیزی که اینا کسب درآمد کردن به خودشون برگرده. عیناً به خودشون برگرده. یعنی 10 میلیارد تومان خودشون کسب درآمد بکنن، عین این 10 میلیارد برگرده بهشون. الان که من خدمت شما هستم، حتی یک ریال نه باشگاه استقلال و نه باشگاه پرسپولیس به خزانه واگواریز نکردن. کل موجودی واریزی باشگاه پرسپولیس که الان ما داریم بررسی میکنیم و بازرسی‌هامون رفتن مستقر شدن و من دیروز آخرین جلسه رو با دوستان داشتم، اینه که کل واریزی به حساب خود پرسپولیس کلن 3 میلیارد تومان بوده که این 3 میلیارد تومانی که به حساب ریخته شده خودشون برداشتن هزینش کردن. یعنی اینکه اونم نرفته که بره به خزانه و از خزانه گرفتن، نه خیلی پولی که خودشون ریختن به حساب، حالا با هر به هر عنوانی از طریق فدراسیون یا هر اونو کاری نداره، حالا بحث مجزاست. پس من میخوام بگم که این که دولت توان اداره این تیم ها رو نداره، مجلس این اجازه رو به ما نداده که این هزینه رو بکنیم. من نمیدونم چه جوری باید این کار رو انجام بدیم. یک دوما بر اساس یه تفکری که از روز اولم حاکم بوده، جناب آقای وزیر با واسطه یا به صورت مستقیم هم خودش عنوان کرده، ما اصلا قصد پرداخت ریالی خلاف قانون به این دو باشگاه رو نداریم، فارغ از مسائلی که هست. اما این به معنی شونه خالی کردن نیست. هم توی کلیپ شما بود، هم در صحبت های جناب دکتر بود که ما با توجه به هیاهو و شرایطی که دو تیم براش پیش اومده، حالا به این افتادیم که خب یک جوری اینو شونه خالی کنیم، از سر خودمون باز کنیم. به هیچ وجه اینجوری نیست. تمام اتفاقاتی که حداقل در این 10 روز گذشته افتاده، تمام زحمتایی که به جناب آقای شمس و همکارانشون در واگذاری دادیم، در خصوص سازمان خصوصی دادیم، جلسه‌ای که هفته آینده به درخواست ما و با مشاوره جناب آقای دکتر کودرسی وزیر ورزش و جوانان، با جناب آقای طیب نیا وزیر اقتصاد شده و ما در حال رایزنی هستیم. هفته آینده جلسه رو خواهیم داشت با حضور دو وزیر، معاونین دو وزیر و سازمان خصوصی و حتی بورس. نشون دهنده اینه که ما به دنبال یک راهکار عملیاتی برای انتقال مدیریت، انتقال دو باشگاه، من عنوان انتقال رو میذارم، اسم خصوصی و موارد مثل اینو فعلا نمیذارم تا بحث بشه، در نهایت به جنبندی برسیم. به این سمت داریم حرکت میکنیم، با پرفشار داریم به این سمت حرکت میکنیم. نشونش هم همین جلسه. این جلسه برای چی گذاشته میشه؟ برای اینکه ما اون چیزهایی که دغدغه‌های فنی که داریم به
آقایون وزارت اقتصاد، برای که میدونید وزیر اقتصاد رئیس مجمع این شرکت ها هست به عنوان شرکت هایی که وارد سازمان خصوصی شدن و برای اجرای اصل 44. در حال برگزاری این جلسه در هفته آینده هستیم تا اینها رو جمع‌بندی بکنیم، به این سمت حرکت بکنیم. اما برای ما اصل و اول حفظ این دو باشگاه است. نکته عمده و اصلی اینه که ما این دو باشگاه رو بتونیم در یک شرایط نرمال و مناسب حفظ کنیم، که این مردم اصلا، من میخوام بگم یکی از رسالت‌های اصلی ورزش چیه؟ نشاط جامعه، ایجاد امید، تزریق امید، ایجاد هیجان و تخلیه هیجان جوانان و نوجوانان اقشار مختلف جامعه. یک مدال المپیک که به دست میاد فردا صبح، مردم با نشاط بیشتری سر کارشون میشه. یک شکست نامناسب که اتفاق میفته، همون مردم فردا صبح بی‌حال سر کارشون. پس ورزش چنین و رسالتی رو داره. اگر قرار باشه این دو باشگاه محبوب و این دو باشگاه مردمی و مایی که مسئول اداره اینها هستیم نتونیم به نحو احسن اینها رو مدیریت بکنیم و این عنوان و این لفظ شونه خالی کردن رو به ما اطلاق بکنن، به نظر من اصلا ما بیش بالاترین خیانت رو به عنوان مسئولین ورزشی کشور به مردم کردیم که به این دولت اطمینان کردن و ما موظف هستیم به در اون مسیر حرکت بکنیم. حالا مسئول دیگر هست که من دیگه خیلی حرف زدم. خادم، من در واقع تلقیم از این چکیده صحبت‌هایشون اینه که اولا به عنوان شخص حقیقی، نه به عنوان جایگاه حقوقیشون، همچنان اعتقاد دارن که این کار سخت و دشواریه، به این سادگی انجام نمیشه، ولی در جایگاه حقوقیشون دارن تلاش میکنن به این سمت برن، اما یه طوری که آسیب نبینه استقلال پرسپولیس. حالا ببینیم که میشه یا نه. آقای شمس به عنوان نماینده سازمان خصوصی سازی، به عنوان اصلا معاون سازمان خصوصی سازی، با توجه به شرایطی هم که آقای دکتر عبدو اشاره کردن، اصلا در مورد واقعا توی این راهکارها ورود به بورس، حتی فرابورس، برای استقلال پرسپولیس فعلی میسر هست؟ این شواهد و در واقع شرایط اصلا وجود داره یا نه آقای شمس؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت علی، مهمانان محترم و بینندگان محترم برنامه. من یه مقدمه ای را عرض کنم که این شرکت ها چجوری هستن در فهرست قرار گرفتن، چطور باید واگذار بشن، چه تکلیف قانونی وجود داشته. اون زمانی که صحبت از آقای مهرعلی‌زاده شد، قبل از ابلاغ قانون اصل 44 بود، در اون مقطع نام بنگاه ها که مشمول واگذاری می شدن با مصوبه هیئت وزیران انجام می شد و هیئت واگذاری برنامه واگذاریش رو مشخص می کرد. در اون مقطع در واقع یه بار در دستور کار هیئت واگذاری قرار می گیره، بعدش در واقع بنا به درخواست وزارت ورزش از فهرست خارج میشه. منتها بعد از اینکه وزارت ورزش که نبود اون موقع، میگن سازمان تربیت بدنی، سازمان تربیت بدنی به خاطر تغییر دولت، دولت بعدی و رئیس منتخب میگه، پیغام میده که متوقف. بعد از اون اتفاقات خب سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشه، متعاقبا قانون سیاست های کلی اصلی 44 تصویب میشه و ابلاغ میشه. بر اساس این قانون خب بنگاه ها در واقع فعالیت های اقتصادی به سه گروه تقسیم بندی میشن. گروه اول میبایستی تا پایان برنامه چهارم واگذار میشدن و اونایی که واگذار نشدن هر سال با مجوزی که از مجلس میگرفت گرفته میشد ادامه میافت، یعنی بحث واگذاریشون. بنگاهی بودن صدر اصل 44، یه بخشی از اونا بایستی 80% واگذار میشد، یه سری بنگاه هم مستثنا از واگذاری بودن. حالا تو بین این بنگاه هایی که مشمول واگذاری بودن، سه تا بنگاه داریم در واقع به صورت شرکت شخصیت حقوقی داشتن بایستی واگذار میشدن که فعالیت فرهنگی ورزشی داشتن. یکیش مؤسسه فرهنگی ورزشی راهم بود. بله. خب این رو قیمت گذاریش کارش انجام شد، سال 90 واگذار شد. دو تای دیگه شرکت های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال. از اون مقطعی که اینا در گروه یک طبقه بندی شده بودن، اون زمانی که در فهرست قرار گرفتن، بعد اینکه خواست سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی بحث واگذاری ها، خب مشکلاتی وجود داشت. اینکه اصلا صورت‌های مالی حسابرسی شده ای که وجود داشت عمدتاً یا مردود یا عدم احسان نظر بود برای این دو تا باشگاه. اصلا قابل پذیرش که حالا جدا از اینکه زیان هم باشه داشت، جمع حقوق و صاحبان سهامشون منفی بود، سرمایهشون حداقل 10 میلیون تومان 1 میلیون تومان بود، فارغ از همه اینا
فرایند پذیرش حتی در بورس و فرابورس که چه عرض کنم مزایدش هم بخورده با سختی، ولی چون تکلیف قانون اینه که اولویت با بورس، بعد بریم فرابورس نشد دیگه، مزایده نشد دیگه، روش‌های دیگه واگذاری بورس انجام بشه. خب در سال 90 مصوبه‌ای رو هیئت وزیران ابلاغ میکنه، میگه این شرکت از گروه یک بره به گروه دو. وقتی از گروه یک به گروه دو میشه چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ یعنی دولت مکلف به واگذاری 80%شه، 100%شو تکلیف نداره، ولی میتونه 20% دیگه‌ش هم واگذار کنه. ما بحث رو پی بردیم، یعنی در واقع همون اوایل سال 90 خرداد ماه 90 قیمت گذاری ارزش گذاری این دو تا شرکت رو انجام دادیم، بردیمش هیئت واگذاری. با چه روشی؟ تکلیفی که هیئت واگذاری برای خصوص سازی انجام داده بود، گفته بود که شما فقط برید در واقع برند و حق امتیازات ورزشیش رو به همراه سرمایه قیمت گذاری کنید، این رو بفروشید، کلیه مابقی دارایی و بدهی‌ها منتقل بشه به سازمان طبیعت بدنی. وقتی در دستور کار هیئت واگذاری قرار میگیره، حتی قیمتاش هم مشخص شده بود، هیئت واگذاری این موضوع رو مراعا نگه داشت، گفت الان وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، متولیش بیاد در واقع موضوع از اون طریق پیگیری بشه، نظر در واقع وزارت ورزش اخذ بشه. ببینیم نظر وزارت ورزش چیه. خب یه خورده زمان برد، علی‌رغم پیگیری‌ها به نتیجه نرسید. این شد که سال 91، خب گفتیم تکلیف سال 91 بند 27-14 قانون بودجه تکلیف کرده بود که حتما این دو تا شرکت رو در واقع دولت از طریق بورس واگذار کنه. خود حالا بورس یه در واقع برداشتشون این بود که خب اگه میگه بورس حتی فرابورس هم دیگه نمیتونی، ولی خب شورای عالی بورس مصوبه‌ای داره فرابورس رو هم جزء بورس قلمداد کرده. چطور به این نتیجه رسیده بود که این دو تا باشگاه شرایط حضور در بورس یا فرابورس رو دارن؟ با همون توضیحاتی هم که آقای دکتر عبدالله دادن، واقعا زیانده بودن، اینا بس ملاک نبود نداشتن. حالا عرض میکنم با توجه به این مصوبه‌ای که عرض کردم شورای عالی بورس داشت، قطعا نماینده های محترم مجلس هم خب در بینشون افرادی بودن که بازار سرمایه اطلاعات کامل و وفیر داشتن. همون برداشت در واقع این بود که مصوبه شورای عالی بورس فرابورس هم شامل میشه، بعد فرابورس میتونه بازار دوم نشد بازار سومش هم در واقع واگذار بشه، پس اون بند قانونی هم در واقع مشکلی ایجاد نمیکرد. منطقه ما اولویتمون این بود که فرابورس بازار دوم انجام بشه، علتش هم این بود که بشه از یه طریقی خود در واقع عموم مردم سهامدار باشن، یه بخشی از سهام رو بتونیم از طریق کشف قیمت و عرضه تدریجی در واقع واگذار بشه به عموم مردم. منطقه باز اینجا مشکلی به وجود اومد، یعنی ما خواستیم در واقع پیگیری کردیم با وزارت ورزش، مسئله رو خواستیم به این سمت ببریم که خب این دو تا شرکت در پایان سال 91 یکیشون 9 میلیارد تومان در واقع جمع حقوق صاحبان سهامش منفی بود، یعنی هم به همون اندازه چون سرمایه‌اش خیلی اندکه تقریبا میشه گفت که همون 9 میلیارد تومان هم زیان انباشته داشت، یکی دیگه 10 میلیارد تومان منفی بود، 10 خورده‌ای در واقع اصلا پذیرش در بازار فرابورس با توجه به اینکه سرمایه حداقل بسی 100 میلیون تومان باشه، پس راهکار این بود که بیایم دو تا دارایی به این دو تا شرکت در واقع دولت در اختیارشون قرار بده، اینا بتونن در اجرای ماده 117 قانون محاسبات عمومی افزایش سرمایه بدن. خب وزارت ورزش همچین پیشنهاد داد به هیئت وزیران که ورزشگاه شهید درفشی فر در واقع به شرکت فرنگ ورزش پرسپولیس و ورزشگاه شهید مرغوب کار به باشگاه استقلال. مصوبه اومد، ما پیگیری کردیم که خب وزارت ورزش این مصوبه اومده، شما برو سریع نقل انتقال این دو تا ملک رو انجام بده، بعد اونا هم بتونن در واقع افزایش سرمایه بدن، حتی صورت جلسات مجامعشو که بایستی کارشناس رسمی بره این دو تا دارایی رو ارزیابی کنه در واقع برای افزایش سرمایه‌شون، همه کارا رو ما انجام دادیم. متاسفانه اون نقل و انتقال در اون مقطع توسط وزارت ورزش انجام نمیشه و در اگه اشتباه نکنم اردیبهشت 91 هیئت تطبیق ایراداتی رو به اون مصوبه وارد میکنه و عملاً میدونیم که چرا انجام نشده. خب این بایستی وقتی که مصوبه هیئت وزیران اومد میتونست در واقع
دستگاه اجرایی این کار رو سریع انجام میتونیم تلقی بکنیم که موقع عزمی نبوده، یعنی این کار رو نمیخواستن مثلا انجام بشه. حالا دلایلی که بوده مطرح میکردن که فرض کن اون ورزشگاه درفشیفر معارض داره. ما نظرمون این نبود، ما گفتیم حالا اگه فرض معارض هم داشته باشه شما این نقل و انتقال رو انجام بده. اون بحث معارض رو خود در واقع شخصیت حقوقی شرکت داره پیگیری میکنه، حل و فصل میکنه. در واقع دلایلی که مطرح میکردن خیلی از نظر سازمان خودسازی قابل قبول نبود. علی حال وقتی که این اتفاق افتاد، یعنی اون پذیرش در فرابورس بازار دوم، یکیش این بود خب شرکت افزایش سرمایه بده، شرکت سرمایه 1 میلیون تومانیش بیشتر بشه، چون اون جمع حقوق صاحبان سهامش منفی مشمول در واقع ماده 140 که قانون تجارت که بوده. بعد از یه طرف یه اتفاق خوبی هم سال 91 باز انجام شده بود که ما این بحث فرابورس رو پیگیری کردیم، این بود که خب سنوات قبل از سال 91 صورت‌های مالی حسابرس شدهشون همش عدم اظهار نظر رو مردود بود. در سال 91 حالا یک خورده وضعیت بهتر شد، مشروط شده بود، یعنی نظر حسابرس مشروط بود، این دوتا دارایی هم که بهشون در واقع داده شده بود. بعد گفتیم خب این پذیرش از طریق فرابورس رو بتونیم با صحبتایی هم که با در واقع دوستانمون در مجموعه فرابورس و سازمان بورس انجام داده بودیم، امید این میرفت که این پذیرش بشه. خب حالا اون اتفاقات افتاد، الان انجام پذیر نیست و الان هم مجلس خب یه تکلیف رو گذاشته و اینه که به استناد بند 1 الحاقی به تبصره 3 قانون بودجه سال 93 که حالا شورای نگهبان بایستی در واقع تایید بشه از طریق شورای نگهبان، بعد ابلاغ بشه، باید از طریق مزایده برگزار بشه و این روند مزایده رو حالا بعداً عرض خواهم کرد. من فقط یه توضیح رو عرض کنم که خب جدای از اون که عرض کردم سه تا بنگاه یا سه تا شرکت مختص فرنگی ورزشی بودن، یه سری شرکت هایی رو ما واگذار کردیم که خودشون باشگاه ورزشی و تیم فوتبال دارن در لیگ برتر و در لیگ دست اول که اونا هم واگذار شد، یعنی در واقع به صورت غیر مستقیم اونا خصوصی شدن. در واقع دستپخت شما بوده؟ نه، ابو مسلم حالا دوست زمان آقای دکتر خادم مصاحبه انجام داده بود راجع به ابو مسلم، ابو مسلم از طریق خصوص سازی انجام نشد. ببین الان باشگاهی که به صورت مستقیم عرض کردم راه هم بود، اونی که غیر مستقیم فولاد خوزستان، شرکت فولاد خوزستان واگذار شد به شرکت واگذار شده به فولاد خوزستان. سپاهان، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان واگذار شد. خب باشگاه تیم فوتبالی هم داره، اونم در واقع خصوصی شد. ابو مسلم که خدایش از تراکتور سازی تبریز، شرکت تراکتور سازی تبریز واگذار شد. خب تیم فوتبالش هم جا داره که تبریک هم بگیم به هواداران محبوب در واقع تیم قهرمانیشون در جام هستی رو در جام هستی. آقای شمس ماشاءالله دیر اومدی ولی خوب اومدی، آخر اصلا صحبت کرده دقت کردی همینجوری رفتن. دو سه تا باشگاه دیگه هم هستن حالا اینا برمیگردیم به شما، یعنی یکی از این دغدغه ها هم اینه. حالا یا ابو مسلم، تفلک ابو مسلم و آقای خداداد عزیز سه ماه اول گلوش پاره شد، میگه آقا بدید به آقای کی بود، آقای وفایی، میگه بدید به ایشون، بعد اینکه بهشون دادم بعد سه ماه بعد داد میزد که این آقای وفایی نیست، ما نمیبینیمش که بیاد. گفت آقا خودت گفتی بده با تفلک. میگه آقا من اشتباه کردم، یعنی اونم یه سرنوشت عجیب غریبی داشت. من واقعا میخوام بحث رو از حضرات ببریم به این سمت که واقعا همین توضیحات نسبتا مبسوطی هم که آقای شمس دادن، هی میگه حالا شرایط بورس رو نداره، فرا بورس، بازار اول نداره، دوم، سوم، به نظر میسه اون شیریه که دارن خالکوبی میکنن، میگن حالا دومش هم ول کن نمیشه، این شرایط رو نداره. داریم به اون سمت میریم آقای دکتر. آیا واقعا ما یه بار دیگه برگردیم موجز مختصر حضرت عالی که این استقلال پرسپولیس شرایط بورس که هیچ، فرا بورس که هیچ، حالا فکر کنم واقعا فقط در حد مزایده و اینا امکان پذیر هست یا نه؟ بله، ببینید شما اون چه که دارن میگن این هست که اطلاعات کافی در مورد یک شرکتی باید باشه که ما به مردم بخوان بفروشیم. شما فرمودید اصلا اطلاعات هم نیست. ولی در مورد فروشش به آدمایی که خودشون تخصص دارن، اونها شاید در جریان امور هستن. نگرانی یک سازمانی مثل بورس اینه که وقتی میخواین به عامه مردم بفروشید میخواد نظارت‌های زیادی بکنه. شما میدونید که همیشه سختگیری در این حوزه هست. اگر ما در منزل خودمون مثلا فرض کنیم که بخوایم غذایی بپزیم، کسی نظارت نمیکنه یا مهمانی داشته باشیم. اما اگه میخوایم بریم یک فروش، یه غذا فروشی غذا بفروشیم، اون موقع وزارت بهداشت میاد نظارت میکنه. ما چارتایی بخوایم شرکتی بزنیم، دولت نظارت نمیکنه. ولی اگه بخوایم به عامه مردم سهام بفروشیم،
خب یه حاکمیت یه حقی داره که نظارت کنه که سر مردم کلا نره. در مورد بورس همچین وضعیتی است، یعنی وقتی میخواین سهم رو به آدم وارد بفروشید که خودش در جریان پرسپولیس بوده، ریز و بمش رو میدونه، میدونه میخواد چی کار بکنه و تو یک حراجی میتونه شرکت کنه، نگرانی خب طبعا کمتره، هم حاکمیت کمتره، هم بورس نگرانی نداره نسبت به این بحث، چون یه آدم واردی میخواد بیاد و بخره. در این حوزه شاید مجلس، من حالا جناب آقای حسینی در مجلس تشریف دارن، جزئیات رو میدونن، من از بیرون یه تعبیر مهربانانه دارم که مجلس خواسته این کار انجام بشود، ولی حالا باید جزئیات، ولی آیا منظوماتش هست؟ آقای حسینی یکی از بحث‌های جدی اینه که حتی نماینده تام الاختیار وزیرم میگه که دریافت من به عنوان شخصیت حقیقی اینی که این کار شدنی نیست با توجه به مشکلات خیلی زیادی که سر راهش هست. میگن باید از جایگاه حقوقیشون میگن عزم داریم که انجامش بدیم، ولی به عنوان یه شخص عادی مثل من اگه بخوان نگاه کنم میگن خیلی سخته. دلیلش هم چی آقای حسینی؟ این دوستانمون اومدن مثلا خود بچهای اتحادیه سازمان لیگ و اتحادیه فوتبال اینا میگن AFC براشون الزام آورده، گفتن آقا باشگاه حرفه‌ای باید بشه، حرفه‌ای باید بشه یعنی صورت حساب سود و زیان مالی داشته باشه، اگر سودده که فبه المراد، اگر زیانده استانداردهایی تعریف بشه برای خروجی از این زیانده بودن اینا. ولی اینا برای اینکه ما سهمیه لیگ قهرمانان رو از دست ندیم اومدیم دوره هم یه صورت جلسه امضا کردیم، یه سوره یه چیزی دادیم فقط دهن اونا بسته بشه، یعنی تو کل این سالها ما هم این کارا رو نکردیم، یعنی ما این خلأها رو داریم. آقای حسینی چرا اصرار داریم بر این قصه؟ آقای یوسفی من یه توضیح بدم، شاید اینجا جناب خادم، جناب آقای خادم اگه نبود من راحت‌تر صحبت می‌کردم، جزء افتخارات کشور ماست و ما همه در خدمتشون هستیم. ببینید اصلا فرض بگیرید امروز پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی واگذار شد، خب چه اتفاقی می‌افته؟ ما وضعیت تیم‌هامون چجوریه؟ سه بخش تیم داریم، بخش اول دولتی‌هان که تا به امروز دستشون تو جیب دولت بود، بخش دوم شبه دولتی‌هان یا همون صنعتی‌هان تعدادشون رو نام بردن جناب آقای شمس که با شرکت ها، سازمان ها و شرکت های صنعتی کار میکنن. بخش سوم بخش خصوصی محکوم به فنا، نگاه کنید ببینید تیم ها، آره دیگه ما نمونه های خصوصی من کجان الان؟ استیلازین، استقلال اهواز، ابو مسلم، تمام این بخش خصوصی توان رقابت با پول دولتی و شبه دولتی رو نداره. جناب آقای خادم میفرمان که ما میخواییم این باشگاه حفظ کنیم، وقتی شما واگذار کردید قانونم اجازه نمیده که بهش کمک مالی بکنید، چجور میخواد حفظش کنید؟ به داور میگید کمکش بکنه؟ نه شما به ما حکم قانونه. خب بله من میگم همین میخوام، شما میگید ما میخواییم این رو حفظ کنیم، واگذار کردید، من میخوام بگم شما که نمیتونه کمک مالی بکنید، شخصی هم میاد میخردش وسط راه میمونه، چجوری میخواد حفظش کنید؟ سوال اینجاست. یه بند قانونی آوردید، من عین قانون رو بخونم. اگر ما نتونیم پرسپولیس و استقلال رو بخش خصوصی اداره کنیم، کدوم بخش ورزش این کشور میخوایم خصوصی کنیم؟ همون. من همینی میخوام بگم. من میخوام بگم اگر واقعا یه بخش خصوصی نداشته باشیم که این دو تا رو که پتانسیل وحشتناک دارن و مثبتن بتونن اداره کنن، پس ما کدوم بخش از اختیار عین بند قانون توی بودجه 92 دولت مجاز است سهام خود در باشگاه‌های ورزشی از جمله پرسپولیس استقلال را با رعایت قوانین و مقررات طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد آن را به حساب درآمدهای عمومی سال 92 هم اومده در سال 93 سهام باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی واگذار می‌شود. مجاز نیست، الزام. حالا من همین رو می‌خوام بگم. من می‌خوام برسم به همین. ببینید شما متولی ورزش کشوری. جناب آقای پرویزی می‌فرمایند که اگر ما دو تا باشگاهمون نتونیم به بخش خصوصی بدیم چیکار باید بکنیم؟ من میگم که عدالت در فوتبال باید اتفاق بیفته. اگر همه شبه دولتی بشن، همه شبه دولتی بشن. اگر همه بخش خصوصی بشن، همه بخش خصوصی. ببینید نمیشه رقابت یک شخصی که دستش تو جیب خودشه باید بره کارهای تجاری انجام بده با یه شرکتی مثل سپاهان و فولاد و خوزستانی که دست اون تیم توی جیب اون شرکت هاست، این رقابته یه مقدار مشکل داره. الان میگم خدمتون، الان من میگم توی سال 92 ما فقط پرسپولیس استقلال نگفتیم، کلیه باشگاه ها رو گفتیم. نه 92 از بله. جمله پرسپولیس بله از جمله پرسپولیس بله. بعد دیدیم
عزمی برای این کار نیست. چرا؟ چون هم چیزایی که فرمودن جناب آقای باید حساب‌ها شفاف باشه، باید حسابرس داشته باشن، باید سودآور باشه باشگاه، باید خدمت شما عرض کنم که زیان نداشته باشه، باید عملکرد دو سالش مثبت باشه، همه اینها باید باشن. اسم این عزم نیست ها. حالا الان میگم که تو بورس نمیتونستید این کارو بکنید. نه توانش نیست. خیلی خوب. نه عزمش نیست. حالا من الان البته من اگه بخوام در مورد 92 دفاع کنم که اصلا ما که تازه شروع کردیم. اگر مثلا کلا دارم من الان میگم خدمتتون چرا میگم عزمش نیست. چه کسی پیشنهاد دوباره بازار سهامو داد تو همین بودجه 93 که رد کرد مجلس؟ نظر دولت دوباره بازار سهام بود، برای اینکه میدونست انجام نمیشه. نمایندگان مجلس این دفعه ببینید این دفعه این عزمو دادن به شما، این کارو کردن، اونو رد کردن. پیشنهاد آقای نجف نجات بود دیگه، رئیس فراکسیون ورزش، درست یا نه؟ رد کرد. من نمیخواستم اسم ایشون رو بگم، چون نماینده جناب آقای نجف نجات رئیس فراکسیون رئیس ما هستن. ولی بله پیشنهاده، ولی هماهنگ شد. من که عضو فراکسیونم، من که میدونم چه جوری هماهنگ میشه، هماهنگ شده بود. نه خیر، حتی برای مصاحبه منظورتون نظر دولت بود؟ اگه عرض من رو قبول میکنید، من جدی خدمت شما عرض میکنم که ما بعد از رد شدنش متوجه شدیم همچین پیشنهادی مطرح شد. اصلا ما اطلاع نداشتیم. شما با یعنی نه شما ببخشید، نماینده دولت فیلمش هست، نماینده دولت با مزایده چی اعلام کرد؟ چی رو؟ نماینده دولت زمانی که نظر دولت خواسته شد موافقه مخالف مزایده بود. مخالف مزایده بله مزایده موافق، یعنی این مخالف مزایده بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید ما هیچ راهی جز مزایده نداریم. آقای دکتر فرمودن نه مزایده، یعنی با این شرایط هیچ راهی نداریم. چرا آقای خادم چرا مزایده رو نمیتونیم اینو بفهمید؟ نظر دولت رو دیگه نکنید. من الان فکاملی واقعا این جملات که میفرمند به معنی مخالفت دولت نبوده، نه جمله آقای بیدرزی در درسته. نه یعنی دولت که نه عرضم این است که شما می‌خواستید محکم کارتی از سر بورس بدید. نه اصلا پولی ندارید که شما بخواید دیگه از اینا حمایت کنید، مجبورید واگذار کنید. آقای دکتر نکنید، من درخواستم اینه که چون ما اینجا با مردم طرفیم، یه موقع بحث داخلی، بحثی که مردم باید شفاف سازی بشه. مطلب من اینه که اینی که اینها بایستی بره به سمت مدیریتی خارج از فضای دولت، این توش بحثی نیست. فکر می‌کنم مجلس محترم و دولت محترم جفتشون نسبت بهش تأکید دارن. اینجا میمونه یک فضای تخصصی و فنی وزارت ورزش که میخواد در مورد اتفاق افتادن این موضوع یک عملی رو انجام بده و یک حرکتی رو انجام بده. نکنید در انجام این کار ما نمیتونیم فارغ و بدون در نظر گرفتن نظر دولت و نظر مجلس برای خودمون رأساً اتفاقی رو ساماندهی بکنیم و انجام بدیم. الان من اصلا روند جلسه امشب و توی اینجا رو بسیار مثبت میبینم، یعنی داره به سمتی میره توی تصمیمی که ما داریم و در هفته دیگه در حضور جناب دکتر طیب نیا قصد طرحش رو داریم. من اصلا روندی که داره جلو میره من الان خیلی خوشحالم، چون نگران این بودم که بحثای جوری دیگه بشه و مسائل ما زیر سوال بره، ولی الان داره روند با همون سمت میره. صحبت های دکتر حسینی داره به ما کمک میکنه که اگر فردا ما پیشنهاد و موضوعی رو رفتیم در مجلس مطرح کردیم، در فراکسیون ورزش مطرح کردیم، با همین دیدگاه تخصصی و خوبی که ایشون داره و نگاه مثبتی که نسبت به نحوه واگذاری اینها و احتمال مشکل ایجاد شدن برای این دو باشگاه داره عنوان میکنه و عضو هیئت رئیسه مجلس هست و حتما اونجا هم میتونه خیلی به ما کمک بکنه، حتما این اتفاق بسیار مثبت. نکته اول من خدمت شما عرض بکنم، ما هیچ با خصوصی شدن این دو باشگاه هیچ مخالفتی نداریم. هیچ فشاری برای اینی که این اتفاق بیفتد یا نیفتد بر ما نیست. این کار یه کار تخصصیه که ما داریم کاملا چکشکاریش میکنیم. در 10 روز گذشته من با تمام آدمای مختلفی که دور و بر مشخصا باشگاه پرسپولیس هستن صحبت کردم، با سازمان لیگ آقای تاج و همکارانش آقای کفاشیان و و دوستان دیگه صحبت کردم. این مسیر ادامه دار شده، رسیده به این که حالا با وزیر اقتصاد و خصوصی سازی وارد صحبت بشیم، با خود جناب شمسی جلسه داشتیم صحبت کردیم، با مجلس و فراکسیون وارد بحث خواهیم شد همین یک شنبه برای موضوع دیگه و بعد ادامه اون. میخوام بگم خدمت شما در مجموع و در نهایت چند تا مطلب از صحبت هایی که همین در جمع شد رو من نوشتم،
که فکر میکنم که اشاره اونها و توجه دادن مجموعه موضوعات به اونها برای که اینها توی رسانه ها مطرح میشه و مطالبی رو عنوان میکنن که فکر میکنم با واقعی مقدار ایجاد تشویش میکنه، ایجاد نگرانی برای خدمت شما از کنم طرفدارا میکنه. و اون اینه که تیم و تیم هایی که امکان ورود به بورس رو ندارن، ترازشون منفیه، برندشون قابل فروش نیست، ورزشگاه اقتصادی اختصاصی که بهشون داده شده برای اینکه وارد سازمان خصوصی شدن امکان لینک شدنش و سنجاق شدنش و ارتباط برقرار کردنش برای اینی که این تراز منفیشون مثبت بشه وجود ندارد. قرار در فرابورس این تصور وجود داره که بره جزء بازار دوم و سوم، این هم میخوایم انجامش ندیم ببریمش تو مزایده. شرایط مالیش به اونقدر نامنظم، اونقدر خدمت شما عرض کنم که به هم ریخته و بی نظمی تو درش وجود داره که حالا من به زرس قاطع برای ورود به مزایده با یه چارچوب مشخص دارم خدمتون به جدی عرض میکنم که حداقل تا 3 ماه آینده اینی که کاملا شفاف بشه این شرایط مالی اصلا وجود نداره. در این شرایط با این مواردی که من دارم خدمت شما عرض میکنم کنار هم، دوستان بزرگواری که دوره این میز نشستن و همه اساتید کار خصوصی، اساتید کار اقتصاد هستن، به من بگن در چه شرایطی میخوان اینو بفروشنش. اصلا این دوتا باشگاه در واقع الان اصلا دست ما نیست. رئیس مجمعشون وزارت اقتصاد. سوال آقای خادم رو پاسخ ببینید. شما فرمودید وزارت اقتصاد خصوصی، من عین صحبت جناب آقای حسینی میخونم، پور حسینی. ایشون فرمودن که واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس نهایی شده است و در این خصوص منتظر نظر مجلس هستیم. این قبل از مصوبه بود. بعد از مصوبه ایشون فرمودن که امیدواریم تا 20 فروردین ماه سال 93 این 2 باشگاه را واگذار کنیم. درست یا نه؟ ببینید مردم الان با این نظرات دارن نگاه میکنن موضوع. شما به نظر شما این شده خب همه الان شما گفتید ما متولی نیستیم، وزارت اقتصاد و خصوصی متولیه. خصوصی داریم میگه ما اردو بهش. شما همین یه نکته به من بفرمایید، شما اینو مصوب کردید تو مجلس. بله. این ما هم موظف به اجراشیم. به نظر شما خصوصی سازی باید سوال کنید نه از من، از خصوصی میتونید این کار. من قبل از اینکه آقای شمس اینو صحبت بکنن، این شایبه ای که آقای خادم این رو هم خدمتتون عرض بکنم ایجاد میشه، میگن که شما پس یه نقشه راهتون چی بوده این جلساتی که تو این 10 روز گذاشتید؟ نقشه راه ما بعد از عملیاتی شدن حتما به بعد از اینکه بعد از عملیاتی شدن بعد. خب میگن که مثلا شما جلساتی که گذاشتید با افرادی بوده که شاید اگر مثلا از الان آقای شمس به عنوان نماینده خصوصی سازی بپرسیم اگر بخواد از اون طریق انجام بشه این راهکار اصلا یا دوستانی که اومدن تو جلسات اینا ممکنه اینا راهکاری نباشه که برای این کار ایجاد میشه. بحث جلسات ما که به اون افراد بر نمیگرده، که اون افراد توی فضای اقتصادی شاید خیلی هم توهری نداشته باشن. ما اینی که من عرض میکنم که اون که مد نظر ماست و توی فکر ماست و بعدن که نهایی شد و به قول معروف کاملا مشخص شد عرض میکنم، از اون جهته که ما نگاهمون نگاه فنیه، نگاه قطعی و منطقیش رو سازمان خصوصی‌سازی، وزیر محترم اقتصاد به عنوان رئیس مجمع و بعد نهایتا مجلس هستش که ما زمانی که این تفکری که داریم، این چارچوب و راهکاری که بهش رسیدیم و اتفاق این بحث خصوصی‌سازی در این قالبی که داره میره جلو به این رسیدیم که این شدنی نیست، اون راهکارمون رو پیشنهاد میدیم. ما تصمیم گیرنده نهایی نیستیم، تصمیم نهایی سازمان خصوصی‌سازی به عنوان وزارت اقتصاد میگن که یه خورده اجراش سخته در به خصوص در 3 ماه آینده. من الان اصلا یه نکته که میخوام امشب نهایی بشه و نمیخوام زیاد ایجاد چالش بکنه اونه که من به صراحت از طرف وزارت ورزش خدمت شما عرض میکنم اگر شرایط خصوصی شدن دو تیم فروش وجود داشته باشه، ما هیچ منعی و هیچ مشکلی با این واگذاری نداریم. فقط اجازه و ایجاد این شرایط رو ما به عنوان پیشنهاد
با خصوصی مطرحش میکنیم، با وزیر محترم اقتصاد و وزارت اقتصاد مطرحش میکنیم در دولت. اگر پیشنهاد ما را بعد از اینی که کاری که خودشون صلاح میدونن و فکر میکنن منطقی انجام شدنی نبود و پیشنهاد ما را قبول کردن، موقع طبیعتا باید بیاد توی دولت، طبیعتا مجلس باید همراهی بکنه با توجه به اینکه مصوبه مجلس وجود داره تا آخر 93 ما باید. و عرض کردم خدمتشون دولت یکی از نکاتی که بسیار برش پافشاری داره و وزارت ورزش پیش قراول این موضوع هست و از ابتدا همین انتخابات فدراسیون رو ببینید چقدر سر صدا کرد، چقدر ایجاد مشکل کرد، اعضای محترم شورای شهر، نمایندگان محترم مجلس و و مثلا قانون رعایت بکنن، نه به ما منتقد بودن، وزیر رو سیر فشار آوردن، ولی مر قانون اتفاق افتاد. حالا گفتن آقا مثلا یه عزیزی مثل هادی سایی که عین ورزشه، قهرمان المپیک، کی بهتر از اون حضور داشته باشه. من شخصا تلاش کردم آقای گودرزی انتخابات رو عقب انداخت که ایشون شرایط رو فراهم کنه بتونه شرکت بکنه، نتونه شرکت بکنه. آقای شمس میگن شرایط مهیا نیست در حال حاضر، شما نظر سازمان خصوص سازی؟ من که نمیتونم نظر بدم. نه میگم آقای خادم میفرمایید شرایط الان مهیا نیست، شما از نظر حالا آقای خادم که این رو اشاره فرمودن یا وزارت ورزش، نگاهشون به اینه که این در واقع حالا سوداور نیست. بله. چشم اندازش باید مشخص باشه. ببینید اگر این دو تا رو همینجوری دولتی باقی بمونن، ممکنه سالهای سال به همین شکل زیاناش هر سال اضافه میشه، یعنی فرقی به حالش نمیکنه. منتها نکته ای که هست، ما مگه شرکتایی که مشمول واگذاری هستن چند تاش پذیرش شده در بورس فرابورسن؟ اکثرشون اثر اون مزایده واگذار میشه، یعنی مزایده حالا میره همون بازار سوم فرابورس ممکنه بره، یا نه مزایده رو خود سازمان برگزار کنه. اینی که شرکت رو، این دو تا شرکت رو اشاره داشتن که وضعیت اصلا صورت مالی ندارن، چجوریه؟ ببین این چیزی که من صورت مالی حسابرسی شده سال 91 که داریم مشخص مشروطم بوده نظر حسابرس، سال 92 هم صورت مالی تهیه شده، وظیفه تهیه صورت مالی در مقطع 31-3 در واقع برای یکی از باشگاه، یکی دیگه 31-4 کیه؟ هیئت مدیره شرکت. هیئت مدیره شرکت یه صورت مالی تهیه میکنه، این در واقع صورت مالی رو در اختیار حسابرس و بازرس قانونی خودش قرار میده که مجمع انتخاب کرده، اون باید نظر حسابرس و بازرس بیاد. الان در واقع نظر حسابرس و بازرس قانونی رو برای 31392 و 31492 رو برای استقلال رو نداریم، نه اینکه صورت مالی، قاعدتا این دوتا در واقع عضو هیئت مدیره این دوتا شرکت صورت مالی تهیه کردن، همچنان که من نامش رو دارم برای سازمان حسابرسی، مدیر عامل وقت در واقع باشگاه پرسپولیس مکاتبه کرده با سازمان حسابرسی، گفت صورت‌های مالی به پیوست ارسال میشه که حسابرسیش انجام بده، چون مجمع این دو تا باشگاه در واقع حسابرس و بازرس قانونیشون رو سازمان حسابرسی تعیین. ببین در خصوص درآمدهاش بسی بگم، ببخشید، به هر حال از من فکر می‌کنم واگذاریش مشکلی نیست، یعنی میشه با اطلاعات ناقص به شرکتی واگذار کرد. اما مسئله چیه؟ نکته ای که جناب حسینی فرمودن که آیا این بحث اقتصادی عامه، آیا اگر یک صنعتی رو واگذار می‌کنیم باید تمامش رو به بخش خصوصی واگذار کنیم، یا اینکه وقتی یه تیکش دست دولت میمونه دولت به خاطر امکاناتی که داره نمیذاره اون بخش خصوصی کار کنه؟ که حالا این واقعا در تمام صنایع هست، یعنی الان پتروشیمی ما یه تیکش دست دولت، یه تیکش دست، یعنی یکی از اون آسیب هایی که ممکن سرمایه‌گذار به راحتی نیاد جلو. اشکال... ممکن ایشون بگه به خاطر این داستان حساسیت خاص ورزش. اما من فکر کنم آقای دکتر خادم اصلی واگذاری رو بعد انجام بدید، من فکر کنم چون قانونم هست و قطعا هم به نظر من مشتری پیدا میشه، از نظر من مشتری پیدا میشه. اما آقای خادم طبعا نگران اهلیت اون مشتری، بله، که این مشتری کیه، بله، و آیا این شرکت اون چیزی هم که فرمودن که میخوان ببینن که به سرنوشت این تیم ها طبعا به عنوان مسئول بخش علاقمند هستن، اون اهلیت رو بررسی کنن. ما این بحث اهلیت رو چند جور میتونیم بریم جلو و اینو باید با سازمان خصوصی و با عرض کنم که واگذاری مطرح میخواید این بحث رو اینجا نگه داریم راجع به اهلیت مشتری؟ منم یه بحثی دارم که برگشتیم، آهش همس اجازه میدید اگه کوتاه میگید که بفهمید، چون بریم یه بخش رو ببینیم، اجازه بدید یه بخش رو ببینیم. بحث به جای خوبی رسیده، حالا میگن که گذاشتن گردن های خادم بذارد ورزش انجامش بدن تحت هر شرایطی، حالا اینکه میشه یا نمیشه قانونه، میگن آقا
قانونگذار به هر حال تکلیف کرد. اینو ببینیم این بخش رو. بخش اول صحبت با پیشکسوت‌های پرسپولیسه، یعنی بعد از این صحبت‌هایی که آقای خادمی این هفته با پرسپولیسی‌ها داشتن، اونا هم دور هم جمع شدن پیشکسوت‌ها اینا. بریم نظراتشون رو ببینیم، در بخش بعد راجع به استقلال هم ازشون پرسیم. پرسپولیس خب تا بوده و نبوده به هواپیمایی بدهکار بوده، به اتوبوسرانی بدهکار بوده، به زمین بدهکار بوده، به لباس بدهکار بوده، به هوا بدهکار بوده و همه چی بدهکار بوده. من نمیدونم شما باید ببینید جیبت چقدر پول توشه، بیایی همون اندازه هزینه کنید. متاسفانه امروز یه برگه‌ای که مسئول حسابداری باشگاه پرسپولیس نشون داد مبالغ خیلی عجیب و غریبی بدهی داره باشگاه پرسپولیس. چقدر تو تقریبا تخمینش؟ خیلی اون چیزی که فکر می‌کنیم بالای 50 میلیارد تومان. خیلی میگم متاسفانه خیلی بدهی عجیب و غریبی باشگاه پرسپولیس داره، از دوره قبل داشته، از این دوره هم داره، متاسفانه خیلی زیاد شده. الان که الان میگن آقا تیم ما 50-60 میلیارد بدهکاره، من چون خودم در تیم پایه‌های پرسپولیس کار می‌کنم 100% مطمئنم به طور یقین که سردار کارهای بنیادی بسیار خوبی انجام داده. این مبلغ بسیار مبلغ زیادیه، فکر میکنم که همونجوری که خودشون عنوان کردن بین 5-10 میلیارده. ناگفته نمونه که خود سردار با بدهی 9 میلیاردی که زمانی که انان تیم پرسپولیس رو به صورت مدیریت قبول کرد با بدهی 9 میلیاردی و 10 میلیاردی مواجه شده. این بدهی باشگاه رو خود وزارت ورزش باید قبول کنه. این بدهی ها ببین، من صاحب یه ماشین هستم، ماشین رو سوار میشم، من استفاده میکنم، خرچم من خودم بدم. وقتی که حالا در صورت الان شده وزارت ورزش، اون موقع در صورت به یه صورت دیگه بود، این تیم رو صاحبش هستش باید بدهی هاشو بده، تصفیه کنه بده به هرکی بخواد بده. پرسپولیسی که این همه بدهکاره، دارایی الان چی داره؟ یه باشگاه داره که معلوم نیست به نام کیه، یه زمین درفشیفره که اونم معلوم نیست اجاره از خریده، اصلا هیچیش مشخص نیست، یعنی هیچ دارایی نداره، خدا تومان بدهی داره و هیچ درآمدزایی هم نداره. من میخوام اینم چجوری میتونن اینو ببرن تو بورس یا ببرن تو بحث خصوصی سازی؟ ببین الان من اسم نمیبرم که خدا نکرده تبلیغات شه، ولی دوستانی هستن که بیان این تیمو بخرن، منتهی به صورت نامحسوس اگر بخوای قیمتی واسه این تیم بذاری، من نظرم اینه که اصلا این تیم قیمت نداره، چه استقلال چه پرسپولیس. ولی به حال اگر خصوصی سازی بشه طبق همون تبصره ماده 13 برخلاف قانون اساسیمون، من فکر میکنم که اگر به صورت خصوصی اداره بشه دیگه این مشکلات ما نداره. من یادم میخواد پاس بودم، میخواستم پرسپولیس بیام، اون موقع میگفتن پرسپولیس میخواد یعنی پرسپولیس استقلال داره خصوصی میشه. از اون موقع یادمه، چند سال داره سالها سره میگذره، بس اینو منتفی شده بدونید. یه جلسه گذاشتن که حالا با صحبتایی که حالا دولت‌های قبلی کردن که هیچ وقت عمل نکردن، دولت جدید قولی داره بود که خدا رو شکر تا الان عمل کرده و تیم داده به پیشکسوت‌های پرسپولیس آقای پروین به عنوان مدیر عامل معرفی کرده که من فکر کنم بهترین کار تا الان اتفاق افتاده. یه جلسه‌ای بود که درباره خصوصی سازی بود که ما خیلی خودمون فکر کنم خیلی کم اتفاق بیفته که دولت بخواد این کارو بکنه، باشگاه پرسپولیس رو بخواد به بخش خصوصی واگذار کنه، که فکر کنم یه لطیفه یا جوکی بیشتر نباشه، چون واقعا این کارو نمی‌کنن. پرسپولیس رو از دولتی بودن خارج کنن. پرسپولیس یه تیم مردمیه، استقلال یه تیم مردمیه، اینا متعلق به مردم هم. پرسپولیس جز اموال دولتی و اموال ملی، به این سادگی ها نه میتونن نه دلشون میخواد نه این اتفاق میافته که بیان بحث خصوصی سازی بشه. تیم پرسپولیس تیمی که پرطرفداره، نمیان بدن دست یه نفر که تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه. بخش خصوصی که داریم میگیم، ببین خیلی ها اومدن تو بخش خصوصی سرمایه گذاری کردن، دوچار مشکل شدن، ولی یه فضایی براشون باید ایجاد بشه مخصوصا برای بخش خصوصی تا بتونه اون کارایی لازم رو داشته باشه، بتونن اون به حال برنامه ریزی که خودشون میخوان مثلا تو بخش خصوصی اونو بتونن ارائه بدن. طرحی دادن باشگاه پرسپولیس های پروین، طرحی داده به خود
سازمان وزارت ورزش که 4 سال اجاره کنن باشگاه رو بدون هیچ مبلغی که از باشگاه طلب از سازمان تربیت بدنی یا همین وزارت ورزش هیچ پولی رو نگیرن، هیچ پولی رو استفاده نکنن ازش. اره این که این پول هم نگیرن و استفاده نکنن، بهترین کارشون میتونه اتفاق بیفته که چون خود پرسپولیس یه باشگاهی که برنده میتونن خیلی پول خوب در بیارن. آقای پروین هم دوستای خوبی دارن که میتونن بیان کمک کنن، ولی مسئولیتان معلوم بشه، شرایط معلوم بشه. اولویت اولو بذارم واسه پیش کسوت ها. من نظرم فقط و فقط همین. بزرگترین عامل ناموفق بودن پرسپولیس تو سالهای اخیر فقط پیش کسوت های پرسپولیس هم، یعنی اینو به ذره قاطع میگم بهتون، به خاطر اینکه ما هیچ وقت خودمون، یعنی دوست داریم فقط تیمی که هستیم با خودمون قهرمان بشه یا به یه موفقیتی برسه. چون من نیستم یه جوری سنگ بندازم، یه جوری تحریک بکنم، یه جوری قبلا اینجوری بود که حالا چیزا رو داشتن، جایگاه رو داشتن، ولی الان متاسفانه اینجوری. دلیل من اینه که شما ببینید، اولا که آقای رویانیان رو من کاری ندارم، حالا ایشون بوده یعنی به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بوده، همین آدمایی که نصفشون اومدن اونجا، خیلیاشون اومدن اونجا، همین آدما پاچه‌خواری می‌کردن. یعنی عامیانه بهتون بگم، فوتبال ادبیات خاص خودشو داره، شما نمیتونید غیر فوتبال فوتبالی حرف بزنی، نمیتونی بیا یه جور دیگه یه شکل دیگه صحبت کنی. خیلیشون پاچه کاری میکردن، همین که دیدن آقای رویانیان نیست همشون اومدن کارهای خوب آقای رویانیان هم یعنی یه جوری از روش گذشتن. حداقل 49% واگذار کنه به پیشکسوتای پرسپولیس، 51% هم بده هوادارهای پرسپولیس، چون این هوادارا بودن که تیم پرسپولیس رو نگهدار و روز به روز جمعیتشون بیشتر میشه که الان 40 میلیون هوادار داره. اون 51% رو بیان تو بورس بذارن به هوادارهای پرسپولیس بفروشن. اصلا پیشکسوت جایگاهش مشخصه، پیشکسوت اگه اینجوری باشه واسه رئال مادرید 2000 تا پیشکسوت داره. کدوم رئیس باشگاه رئال مادرید که اومده بازیکن مثلا رئال بوده اومده انتظارش بیاد مثلا اونجا بشینه؟ فوتبال اصلا فرق کرده، فوتبال یه صنعت شده، فوتبال یه آدمی که لحاظ مالی جرأت بهش بدن بیاد بتونه از پیشکسوتایی که تحصیل کردن زبدن استفاده کنه. خب یعنی چی که ما پیشکسوت مثلا بیان آقا ما بازی با آسه میلان چرا دروغ بگیم؟ بازی با آسه میلان یه بازی بود، 20 تا 30 تا پیشکسوت دور هم دیگه جمع شدن، هر کدوم با یکی دیگه مشکل داشتن سر بازی نکردن، بازی کردن، این با اون، این پچپچ با اون میکرد، اون پچپچ با اون میکرد. آقا این دیگه حقیقته، نمیتونیم کتمانش کنیم. این اونور مصاحبه میکرد انقدر پول گرفتن، اون یکی مصاحبه کرد. آقا غیر از اینه مگه شما مگه خودتون برنامه ضبط نکردین؟ من اصلا به این اعتقاد ندارم. فوتبال مدیر باید بیاد صرفا به خاطر اینکه شما بازیکن پرسپولیس بودی بشی مدیر باشگاه، من قبول ندارم. عادت در حقیقت آدمی تاثیر کردن داریم. دکتر دات‌کام بالاخره تو این تیم بوده، خیلی از بچه‌ها هستن که تاثیر کردن، میتونن به تیم پرسپولیس کمک بکنن تو این مقطع. ولی فوتبال تو حوزه مدیریتی یه شکل دیگه است، اصلا این شکلی که ماها داریم تعریف میکنیم ازش و ما داریم میگیم آقا مگه فوتبال مگه الکیه، مگه خمره رنگرزیه که آقا ما بیایم آقا 30 تا آدم بشیم یه پولی بگیریم بیایم؟ آقا باشگاهه، شما فقط به امسالت نمیتونی نگاه کنید. بسیار خب، بخش اول صحبت های پیشکسوتان رو دیدید. به هر حال اینها هم دوستانی هستن مطمئنا، هم تو پرسپولیس هم تو استقلال، که یه انتظاراتی هم دارن و خودشون رو محق میدونن تو این بخش. و حالا سازوکارشو من که نمیدونم اصلا بودن و امکانش بودن یا نبودنشو، ولی میگن که ما هم به هر حال خاک اصطلاحا این باشگاه رو خوردیم، حالا چه پرسپولیسیاش چه استقلالیاش اگر باشیم ما هم باید منظور نظر باشیم. من میخوام برگردم به اون بحث اهلیتی که اونجا بحث مطرح شد. من این رو در واقع عرض کنم، من تو طول دیروز و امروز هم که با چندین و چند نفر صحبت کردم، همه دلسوزان اینا واقعیتش دغدغه‌شون این بود، میگفتن که حالا که این باشگاه از آنم کردن دوستان تو صحبت‌ها، اون سازوکار درآمدزایی رو نداره، به هر حال خلأهای قانونی آیه حسینی داریم، یه دونه مالکیت معنوی به درستی تعریف نشده که فلان تولیدی نتونه بیاد و خیلی راحت همون کاری رو که باشگاه پرسپولیس استقلال دو پیراهن فلان بازیکن میتونن بکنن بفروشن به هزار تا کار دیگر رو بیاد مثلا جلوشو بگیره و این حق برای این دو باشگاه محفوظ باشه و هزار بحث دیگه راجع به درآمدزایی.
اون وقت کیا اینجا پا پیش میذارن؟ اونایی که نیمه پر لیوان رو میبینن، میگن کسایی میان پا پیش میذارن که مثلا من تسهیلات کلان بانکی دارم، یه اتفاقاتی افتاده برای استمهالش، برای نمیدونم اقساطش رو عقب جلو بکنم، اینا میام اینجا هم یه دوری میزنم و یه اتفاقاتی میفته. اونایی که نیمه خالی لیوان رو میبینن میگن کی جلو میاد تو این آشفته بازار؟ کسی که میاد یا مطرح بشه و نهایتا خدای نکرده نمیدونم اصلا از اینا هست یا نه، بیان پولشویی بکنن، یه اتفاقات اینجوری. این نگرانی و دغدغه یکی از اون دغدغه های اصلیه که این نحوه واگذاری رو هم خیلی مهم میکنه. بالاخره این کاری که ما این همه سال انجام ندادیم، حالا به زعم ما این بوده که دولت نمیخواسته این ابزار حاکمیتی رو از دست خودش خارج کنه به خاطر اینکه خیلی اهرم نیرومندیه، ولی این قصه هم هست. کی پشت خط فرمودیم؟ یه نفر رو از دوستان؟ آقای آقای مهندس واعظ آشتیانی هم پشت خط هستن، از مدیران عامل سابق باشگاه استقلال که خدمتشون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم آقای مهندس. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای یوسفی، خدمت شما همچنین مهمانان محترم عرض سلام دارم. انشاءالله که برنامه خوبی رو دنبال کنید. به امید و در خدمتتون هستیم. آقای مهندس، موجز میتونیم نظرات شما رو هم راجع به بحث این واگذاری استقلال پرسپولیس بشنویم؟ البته دوستان فرمایشی رو داشتن که خب محترم هستش، اما من سوالم اینه که اصلا ورزش ایران اقتصادیه؟ این سوال اساسی بنده است. بله. که ورزش ایران ورزشی هستش که اقتصادی در رشته‌های مختلف از جمله فوتبال، ورزشی که از جمله فوتبال در کشور ما اقتصادی نیست، معنای خصوصی سازی رو ما چه میگیم؟ اصل 44 قانون اساسی اشاره به این میکند که اموالی که متعلق به دولت هستش و دولت میتواند تصدیگری رو برای خودش کم بکنه واگذار کنه. استقلال پرسپولیس چه اموالی دارن که دولت بخواد واگذار کنه؟ آقایون در بخشی از صحبتشون اشاره به این کردن که راهن رو واگذار کردید. شما راهن رو واگذار نکردید، شما برند رو واگذار کردید. و برند فروشی باید تعجبی که ازش بذاریم خصوصی سازی. ضمن این که اگر ما اصل 44 به خوب مطالعه بکنیم، میبینیم که اصل 44 داره بحث همین اشاره ابتدایی بنده اموال دولت رو واگذار میکنه. ما اصلا تو کشورمون مرجعی رو داریم که برند رو شناسایی بکنه، قیمت گذاری رو برند بکنه، که برای مثلا استقلال پرسپولیس بخوام برند رو قیمت گذاری بکنه. این نکته از جمله نکاتی است که باید بهش توجه بشه. من یک عرضی دارم که خطابم به سیاست مداراست. یه برلوسکونی در ایتالیا کافی نیست برای تجربه؟ آیا من نمیخوام مخالف خصوصی سازی دو باشگاه نیستم، من موافقم، ولی به جاش و زمان خودش، نه الان و در شرایطی که این دو باشگاه تراز مالیشون منفی، هیچ دارایی ندارن، هیچ نظارتی از گذشته چه در وزارت ورزش، چه توسط نهادهای نظارتی و چه توسط خود نمایندگان مجلس وجود نداشته، چرا عدم نظارت خودشون رو میخوان به واسطه واگذاری این باشگاه جبران بکنن؟ واقعا سوال اینه. سه سال پیش وقتی که ورزش سازمان تدوین تبدیل وزارت ورزش کردم، برای چی بود؟ برای این بود که نظارت نمایندگان بیشتر بشه. من الان به عنوان یه عضوی این جامعه از نمایندگان مجلس سوال میکنم. آقای نمایندگان مجلس، باشگاهی که هیئت مدیره داشته، باشگاهی که نیازمنده به این بودی که سالانه بودجه بده و سالانه حسابرسی بشه و مجمعش به موقع برگزار بشه و نشده، شما نمایندگان محترم مجلس کجا بودید؟ دستگاه های نظارتی، شما همچنین، وزارت ورزش گذشته، شما چی؟ اینا سوالاتیه که واقعا وجود داره. برای اینکه همه این داستانا حل بشه، داریم میریم سراغ اینه که آقا اینا رو واگذار بکنیم، که بگیم که وزارت ورزش مکلفه که این اتفاق بیفته. من چند پیش یکی از نمایندگان محترم مجلس مصاحبه کرده و گفته که اگه وزیر ورزش این دو باشگاه رو تا پایان سال 93 واگذار نکنه، احضارش میکنیم. اتفاقا من اگه جای وزیر محترم ورزش باشم، علاقه من میشم که برم مجلس توضیح بدن که شما چرا نظارت نکردید که امروز این انتظار رو دادید. آیا کار با تهدید درست؟
آیا ما، البته من اینجا در مقام دفاع از وزیر نیستم، اما وزیر قابل احترام، اتفاقا آقای بودعزی روزای اول که اومده بود یه اشاره ای که به اعتقاد من یک اظهار نظر شجاعانه بود، ایشون اشاره کردن که آقا با واگذاری این دو باشگاه مشکل حل میشه. این که بگیم که رقابت باید برقرار باشه، بخش خصوصی با دولتی، والا بلا این مسائل تو این فضای اقتصادی نیست. ورزش ما توجیه اقتصادی نداره، ورزش ما زمانی توجیه اقتصادی پیدا میکنه که ورزش همگانی تو این مملکت ساری و جاری بشه. اون زمان ما بریم به سراغ این که سرمایه گذار دعوت کنیم. الان در بخش ورزش در قانون اساسی ما هم قید شده که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان. رایگان کجاست؟ رایگان اونجایی که برای همگانی تصدی پیدا کنه برای آحاد ملت. آقای مهندس، آقای مهندس، به نظر من میخوای پشت خط باشید، چون صحبت‌هایی را مطرح کردید ناظر به دوستانه. من فکر کنم آقای دکتر حسینی شروع بکنید. سلام دارم خدمت جناب آشتیانی، فایزی آشتیانی. خدمت شما عرض کنم که جناب آشتیانی، توی این وضعیتی که وجود داره، اولا این دستپخت همه گذشتگانه که یکیش هم حضرت عالی است. ضمن این که بحث نظارت مجلس، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص و سؤاله. هر موقع انشاءالله شما وقت کردید یه سری به مجلس بزنید تا در رابطه با همین دو باشگاه تذکرات و سوالاتی که مطرح شده و تحقیق و تفحصی که در این زمینه از سازمان تربیت بدنی در اواخر و زمانی که وزارت ورزش در واقع با وزارت ورزش و جوانان ایجاد شد و من خدمتتون باشم. اما این که ما بخوایم اینجوری به همدیگه هجوم ببریم مشکلی حل نمی کنیم. من فکر میکنم ما باید با هم اومدیم اینجا هم فکری بکنیم که این مشکل حل بشه، و الا اینکه حالا مشخص بشه وزارت ورزش مقصر یا نمایندگان مجلس یا مدیران سابق یا خصوص سازی، مشکلی از پرسپولیس و استقلال حل نمی کنه. مشکلی است وضعیت موجود پرسپولیس و استقلال که باید با هم فکری حل بشه. من فکر میکنم که وزارت ورزش کار تخصصی و فنیشو با توجه به زمانی که در یک سال آینده داره، در سال 93 زمان داره بررسی بکنه، بهترین نحوه واگذاری رو باید بررسی بکنه، آماده بکنه، پخته بکنه و در اختیار در واقع عزیزان ما در خصوص سازی بذاره، بعدم به مجلس بیارن که ما در خدمتشون باشیم. من فکر میکنم آیه وازی ما اون شرایط گذشته رو فراموش نکنیم. شرایط گذشته اینه که توی این سالیان سال هم ورزش ما اقتصادی نبوده، اما چرا برای مدیر عاملی این دو باشگاه همه دست و پا میشکنن که بشن مدیر عامل و وقتی هم برکنار میشن این همه جلسه و سخنرانی و عرض کنم مصاحبه و این موارد پیش میاد؟ من فکر میکنم که بیاد در کنار هم مشکلات رو با همدیگه حل بکنیم. من به عنوان نماینده خدمت شما عرض کنم مجلس و خدمتگزار مردم، میثاقی دارم با مردم که بتونم در زمینه‌ای که مسئولیت دارم انجام وظیفه کنم و همه همکارانم هم این کار رو انجام خواهند داد. اما بعضی از موارد مثل پرسپولیس و استقلال طرف مقابلتون تماشاگرانی هستن که بعضن ازشون استفاده ابزاری میشه. متاسفانه من باید بگم شما خودتون میدونید مربی برای یکی از این باشگاه ها اومده اولین بازیش توی استادیوم توهین شنیده، اولین بازیشه، مربی این باشگاه بوده، پیشکسوت این باشگاه بوده. این شرایط همه ما میدونیم دلیلش چیه، پشت پرده هاش چیه. شرایط الان وضعیت پرسپولیس و استقلال شرایطی است که دیگه وزارت ورزش نمیتونه مالی کمک این تیم ها بکنه. من فکر میکنم که بیایم کمک بکنید شما به عنوان یک پیشکسوت، به عنوان یک با تجربه، به عنوان کسی که سبد و گرم و چشیرید و میدونید مشکلات این باشگاه چیه، بیایید دنبال اشخاصی بگردیم، دنبال در واقع کسی بگردیم که اهلیت سپردن این تیم ها بهش وجود داشته باشه. آقای مهندس آشتیانی، بله. قبل از اینکه بفرمایید بعد من راجع به برند و امتیازم. بله بفرمایید. اول اینکه بنده نه با کسی دعوا دارم، نه با کسی درگیری میخواستم ایجاد کنم. بنده واقعیت ها رو گفتم، تعارفم ندارم، بدهکار کسی هم نیستم.
به همین خاطره که حرفامو صریح میزنم و اعتقاد دارم که هر چه صریح آدم صحبت کنه و منطقی صحبت کنه و سوالاتش در چارچوبی باشه که پاسخهای منطقی بشنوه بهتره. اما اینکه من سوالم اینه، یعنی اگه بخش خصوصی بشه سکوها رو نمیخرن؟ یعنی اگه بخش خصوصی بشه اهانت و توهین و اینا تموم میشه؟ نه، اینطور نیستش. من یه اشاره خیلی کوچک کردم، اونم خطابم به سیاستمدارها بود که یه برلوسکونی تو دنیا تجربه نیست. یعنی ببینی این حرف خیلی معنا داره، این رو باید خیلی دقت بکنن دوستان و توجه بکنن. ضمن این که عرض کردم بنده مخالف خصوصی سازی نیستم، ولی یادمه نمایندگان محترم مجلس از دولت قبلی ایراد میگرفتن که چرا آقا شما برای حل مشکلات اقتصادی موضوعی برخورد میکنی، که منم موافق بودم، حرف درستی بود، ولی چطور مجلس خودش الان اومده با مسئله به اصطلاح ورزش داره موضوعی برخورد میکنه، داره میاد استقلال پرسپولیس اومده سراغش؟ این موضوعی برخورد کردن در جهت بحث خصوصی سازی به تعبیر دوستان هستش. من اگر عرضی رو میکنم، من مستند دارم حرف میزنم، اینی که همه جمعشیم این حرف همه جمعشیم همیشه وجود داره، اینم عرض کنم. بنده نه فوتبالیم نه ورزشیم، یه آدم اقتصادیم، یه آدم صنعتیم. اون چیزی که بضاعت فکریم در حقیقت اجازه میده مسائل رو مطرح میکنم، حالا یا مورد پسند واقع میشه یا نمیشه، هیچ بحثی نیست. حالا اگر کسانی هم هستن به قول جناب آقای حسینی برای مدیر عامل استقلال پرسپولیس سر کله میشکنن، بعد برین کنکاش کنی چرا سر کله میشکنن برای اومدن در استقلال و پرسپولیس، و چرا بعضی از نمایندگان محترم عضو هیئت مدیره این دو تا باشگاه میشن، برای چی میشن؟ اگر شما میفرمایید که تذکرات بسیار به وزیر بوده، ولی خب این تذکرات کجا رفته؟ تذکرات به همون جای ختم شده که فرض و فرم استیزار جلوگیری کردن برای اینکه بعضی از آقایون تونستن اعمال نفوذ بکنن. جناب حسینی اگر بنا باشه از حق و حقیقت دفاع بشه، حق و حقیقت اینه که اگر تذکری به وزیر داده شده و وزیر در چارچوب قانون اهتمامی به نظر نمایندگان محترم مجلس که نمایندگان مردم هستن وقتی نمی‌نهد، اینجا باید برخورد قاطع بشه. پس ببینید اینها همه علامت سوال. البته من حالا کاری به این مسائل ندارم، ولی به شما عرض میکنم که تا زمانی که ورزش کشور اقتصادی نشه، شما محال این مهم رو به سرانجام برسونی. یکی میگه به من 4 ساله اجاره بدین، یکی میگه به من 5 ساله اجاره بدین، یکی خصوصی سازی میاد مطرح میکنه میخوایم بخشش رو به نهادهای عمومی غیر دولتی بدیم، به بخش خصوصی بدیم، به تعاونی ها بدیم، 20% رو برای دولت نگه داریم. یعنی واقعا، یا مثلا فرض بفرمایید به پیشکسوت هم بدیم، واقعا تکلیف معلوم نیست، یعنی تعریف مشخص نیست. ضمن اینکه آقای خادم هم حرف درستی میزنه، آقای خادم میگن که آقا ما تو این سال سعی میکنیم راهکارهای مناسب رو تهیه بکنیم. اتفاقا من از آقای خادم به عنوان یک دوست فکر میکنم که انتظار زیادی نباشه که این مسئله رو در یک فضای کاملا همراه با صداقت و کارشناسی پیش ببرن، تا اگر بنا هستش که این اتفاق بیفته، که به اعتقاد من صلاح نیست این اتفاق بیفته، نظر شخصی من اصلا همه بگن آقا نظر شما قابل توجه نیست، خب نباشه، ولی من اعتقادم اینه ما زمانی میتوانیم به صلاح این دو باشگاه و یا باشگاه های دیگر خصوصی کنیم که بشود توجیه اقتصادی رو در بخش ورزش ما داشته باشیم، که البته قبل از عرایض بنده آقای پیمان یوسفی هم اشاراتی رو داشتن. ببخشید آقای یوسفی. خیلی متشکرم آقای مهندس آشتیانی عزیز. من بعداً حالا سوالات شما رو یکی دو تا هم راجع به برند یا امتیاز هم در واقع بپرسم از آقای دکتر عبدو آقای شمس. گفتن که برند میفروشیم یا امتیاز، به هر حال این خیلی مسئله به نظر من مهمیه تو این قیمت گذاری ها همچین باشگاه های رو. آقای دکتر جناب آقای واعظ آشتیانی نکات خیلی خوبی رو گفتن که مربوط به کل اقتصاد ایرانه. یعنی اون چیزی که ایشون دارن میگن اگر با هم راجب من... ورزش هم با نظرشون موافق هستید راجب اصل 44 که میگن شاید راجب ورزش به اون شکل صدق نمیکنه؟ بله، مثلا شما ورز کنین خودرو هم به اون مرحله نرسیده. امروز خیلی هم از بانک ها و انتقال واگذاریش رو مسئله دارن، خیلی از اینا مسئله داره. از طرف دیگه اقتصادی کردن یه پاشینه که دولت بیاد بیرون دیگه. ببینید اگر آقای خادم میخواد این اتحاد ما رو نظارت کنه،
بر استقلال و پرسپولیس نظارت کنه به سمت اهدافی که دارن، نمیتونه مدیرشو بذاره. اگه مدیرشو بذاره، مدیر خودشه، خب بعد ازش حمایت کنه. این چیز خیلی روشنیه. یعنی ایشون هم داور باشه هم بازیکن نمیشه. باید بیاد بیرون از مسئله و واگذار کنه. باید در تمام حوزه‌ها این اتفاق بیفته. هنوز به نظر من ایران خودرو و سایپا و اینا هم دولتی‌ها دارن تعیین میکنن. با اینکه سال‌هاست مثلا واگذار شده. برای من این اشکالی که آقای وایز میگن به خیلی از حوزه‌ها هست. در مورد برندینگ نه، خیلی از نه، مثلا ممکنه یک نهادی یه برند فقط داشته باشه. امروز مثلا فرض کنید کوکاکولا 95% ارزش به برنده، اینکه چیز زیادی نیست و راههایی برای ارزش یابیش هم هست و من فکر میکنم در خیلی از حوزه ها ممکنه شرکتی اصلا عمدهش برند باشه و در این مورد هم عمده قیمت با برند هستش. من فکر میکنم یه موضوعی است که یه کمی دور افتادیم از بحثی که داشتیم پیش اومدیم و بحث عمومیه، بحثشون کاملا درسته. شما هم صحبتی دارین در مورد صحبت های آقای وایز پشت خطی شما؟ بله بفهمید که صحبت مطلبی رو بگم. ما این نکته رو چون چند دفعه دکتر عبدو این مطلب رو بهش اشاره کردن، من خیلی باش موافق نیستم. اون اینه که ما اگر که یک اشکالی رو در تمام سالهای گذشته داشتیم و خیلی نهادها، شرکتها و صنایع رو واگذار کردیم و این نوع واگذاریمون به قول آقای دکتر حسینی شبه واگذاری بوده و هنوز این دستگاه‌ها و این ارگان‌ها و این سازمان هنوز شبه دولتی باقی موندن، چرا استراد داریم این کار رو بکنیم؟ من به عنوان یک آدم که کاملاً تفکرم تفکر اجرایی هست و امروز شاهد این هستم که در وزارت ورزش چنین تفکری حاکم هست، عرض می‌کنم که هیچ دلیلی نمی‌بینم که این اتفاق برای تیم‌های شرکتی، تیم‌های دولتی موجود در ورزش کشور روی بده. چرا ما از این منظر موضوع رو نبینیم که اینها رو برای اولین بار و اولین به عنوان اولین نهاد دولتی، به عنوان اولین وزارت دولتی به نوعی عمل بکنیم و به سمتی حرکتش بدیم که برای اولین بار یک اتفاق با حد در نظر گرفتن واقع بینانه همه چارچوب‌هاش عمل بشه. ما همین بحث خودسازی رو شنیدم من که در جامعه مطرح میگن یه بنده خدایی اسم بچه‌ش گذاشت رستم، بعد میترسید ازش صداش کنه. حالا این داستان برای خودروسازی ما اتفاق افتاده، چرا همین کار رو برای باشگاه‌هامون هم انجام بدیم؟ من در صحبت‌هام در چند روز گذشته بحث ابو مسلم رو گفتم. ابو مسلم رو سازمان خصوصی سازی واگذار نکرد، اما بالاخره یک سیستم دولتی اونو واگذار کرد. درست. یک بخشی از دولت که به هر حال در خراسان حاکم مستقر بود در یک زمانی این کار رو کرد. ماوقع و اتفاقات بعدیش رو دیدیم چه اتفاقی افتاد. خلاصه موضوع که من هنوز خودم بالاخره نفهمیدم کی به کی هست، از به عنوان یک معاون حقوقی اینو متوجه نشدم. اصل مطلب اینه که یک چیزی بر اساس همون نگاهی که فقط اینو شونه خالی بکنن و این ابو مسلمی که سر و صدا زیاد داره و محبوبه و مردم بهش مراجعه میکنن و انتظار دارن از دولت، از شونه خودشون خارج کردن، دادنش به یه بخش خصوصی. این بخش خصوصی مدت گذشت، بعد دیدش نمیتونه باش کاری بکنه، رفت هبه کرد به استانداری، از اون ور رفت نصف نصف به دو نفر دیگه هم فروخت. بعد حالا این وسط همه مدعی هم. قاضی هم فکر میکنم نمیدونه که بالاخره کی به کیه، کی چی کار است. من میخوام بگم که این اتفاق برای پرسپولیس استقلال نباید بیفته و ما تا زمانی که هستیم تمام تلاشمون رو میکنیم در چارچوب قانون و با توجیه منطقی موضوع در مجلس و دولت به سمتی حرکت بکنیم که این واگذاری اتفاق بیفته، اما صدمه و آسیب به این دو تیم مردمی نزنه. یعنی ما اینجوری نشه که بعد از چند سال اتفاق به این شکل بیفته که ما شرایطی رو حاکم باشیم که مردم دوباره انتظار داشته باشن. مگه چند تا آیه دکتر ما شرکت داریم که از طریق همین بند اصل 44 واگذار شد به خاطر سر و صداهایی که اتفاق افتاد، دوباره خود دولت برگردوندش و بردش جزو همون گروه سوم برای که حفظش کنه. خب ما اینها برای یه جاهای یه شرکت ها و یک سازمان ها و یک صنایع اتفاق افتاد که حجمش در اندازه یک شهر بود، در اندازه یک منطقه بود، ولی این باشگاه ها ملی هستند. الان در شرایطی که ما باشگاه های شبه دولتی رو داریم که اصلا این نقل و انتقالات و عدد و رقم هایی که توی فوتبال داره جا به جا میشه برای تیم از جاهای اتفاق میفته که حالا من نمیدونم لازمه عنوان بکنم که چجوری پولاش تامین میشه، دا
داره به نفع اصلا اداره میشه. دو تا باشگاه مردمی، دو تا باشگاه محبوبی که مستقیما همه میدونن دولتی هستن، مال دولته، میگیم پول نداریم نمیتونیم بهشون پول بدیم. خب حالا که میخوایم واگذارشون کنیم، برای ابتدا اینو به سمتی حرکت کنیم، جوری واگذار بکنیم که لطمه نبینن، حفظ بشن، بریم بقیه اونهایی هم که شبه دولتی هستن و دارن اصل پولشون از داخل دولت میارن، اونا هم ساماندهی بکنیم. من اگر وزارتخونه به من این امکان رو فراهم بکنه و این اجازه رو بده، من اینجوری نیستش که فقط بحثم این دوتا باشگاه باشه. من الان با سازمان لیگ صحبت کردم، من شنبه با ایتاج و دوستانشون جلسه دارم. اصلا چه معنی داره که باید در کشور ما قراردادهای فوتبال یک ساله بسته بشه؟ در همه جای دنیا سه سال است. اگه ما میخوایم درآمدزایی بکنیم برای تیم‌ها، چرا بایستی نه باشگاه‌ها خیلی رغبتی داشته باشن که سه ساله ببندن، نه بازیکنان و عوامل تیم علاقه من به سه ساله باشن؟ همه دوستان سر یک سال اینجا به جایی، چرا این اتفاق میفته؟ حالا من وارد جوابش نمیشم، اما من اگر یه پاسخ منطقی اهالی فوتبال برای من داشتن، برای وزارتخونه داشتن، مسیرشون ادامه بدن. وگرنه اصلا معنی نداره که یک سال بازیکن هنوز یک سالش تموم نشده. هنوز ما الان همین درگیره تو این شرایط مبتلا به این هستیم که الان پرسپولیس داره فصلش تموم میشه، استقلال داره فصلش تموم میشه، به فصل دیگه‌اش میخواد شروع بشه. الان بازیکناشو میبرن میارن، بقیه تیم‌ها چیکار میکنن؟ مربیش یه جور، بازیکنش یه طور. اصلا این تعریف نداره. تمام دنیا سه ساله حداقل میبندن، سر دو سال با بازیکن مربی صحبت میکنه، اگه تونست تمدید بکنه حفظش میکنه، نتونست میفروشش. چطور از اون طرف خب. میگن که یه نکته دیگه بگم هر سمو جمع بکنم، فکر نمیکنم فرمایش شما مخالفی داشته باشه، یعنی شما تو پایان سال 93 فرصت دارید که این کارو خب درست انجام بدید. خب بالاخره 20 فروردین تا آخر 93 شد، خودش بالاخره اتفاقا الان خیلی جالب شد. خب ما تازه به حرف اولمون رسیدیم که نماینده تامختیار آقای وزیر خوش مخالف با گذاریه. نه نه ببینید شما منطقی انجام بدید بحث آقای شما میفرمایید اجازه فرمایید شما میگید چرا دو تا باشگاهی که دولتیان با توجه به اینکه ما میگیم اونا شبه دولتیان چرا میخوایم با گذارشون کنیم؟ من این چرا رو من چیزی نگفتم، من اینجا حاضرم دیگه، خودم دارم صحبت میکنم. خب آقای واعظ آشتیانی یه سوالی از شما بپرسم، با شما خداحافظی بکنید، نظرتون راجع به بازیکن‌ها چیه؟ آقای دکتر عبدو هم هستن، آقای شمس هم هستن، بازیکن‌ها دارا با این شرایط یک ساله دارایی حساب میشن یا هزینه اگه بخوان جمع ببندیم؟ این بازیکن‌ها سرمایه‌ن؟ خب دانش فنی هر مجموعه، حالا من از دانش فنی یاد میکنم، یا نیروی انسانی هر سازمانی سرمایه اون سازمان تلقی میشن. اما واقعیت امر اینه که این موضوع یکی از چند موضوع مربوط به داستان فوتبال هست یا هر رشته ورزشی، و من فکر میکنم که مسائل خیلی مهمتر از این هست، و این مسائل مهمتر از این موردی که بنده عرض کردم همون عرض اولی بنده است. تا زمانی که بله ورزش ما توجیه اقتصادی پیدا نکنه، تا زمانی که در حقیقت ورزش همگانی محقق نشه، تمام این تلاش های ما با مشکل مواجهه. ما متاسفانه یاد گرفتیم اول عمل کنیم، تازه بشینیم فکر بکنیم که اون عمل رو چجوری اصلاح بکنیم. من با این قضیه موافق نیستم که بشینیم یه تدبیری بکنیم پایان سال که مثلا تا پایان سال این دو باشگاه در یک شرایط متعادل قرار بگیره. مگر آقایون دوستان خصوصی سازی اونجا در استودیو تشریف دارن بهتر میدونن، اصلا این هفت تکراریه که اگر بنا باشه یک باشگاهی یا یه سازمانی یا نمه یه مجموعی یه کارخانه فروش بره، بعد دو سال تراز مالیش مثبت باشه. یعنی این نیازمنده به اینه که دو سال تو در این دو باشگاه کار مدیریتی سالم، نه اینکه بگه چک شخصی میدم، نمیدونم خونه خالمو فروختم، خونه عممو فروختم و این حرفا، نه، کار سالم، حسابرسی شده، منطقی، مجمع برگزار شده، همه اینا حرکت بکنه. تازه این حرفی هم که بنده دارم میزنم، ما
مبتنی بر این واقعیت که ما بتوانیم توجیه اقتصادی در فوتبال داشته باشیم این اتفاق بیفته، بعد بگیم خیلی خب یا برو تو بورس یا برو فرا بورس یا اینکه مزایده به هر فرمولی که دوستان تعریف میکنن عملی بشه. بسیار خوب، خیلی متشکر آقای مهندس واعظ آشتیانی، نقطه نظرتون رو شنیدیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. سپاسگزارم. من عذرخواهی میکنم از حضار محترم، قصد احیانا جسارت نبود، فقط یه تبادل نظری بود. از تماشا در حقیقت بینندگان محترم هم پوزش میطلبم و از شما تشکر میکنم. خیلی متشکر، خدا نگهدار. آقای شمس خیلی متشکر. آقای شمس و آقای عبدو، به هر حال بحثایی که مطرح شد به خصوص راجع به ورزش یه بحث جدی، تفسیری که ایشون داشتن میگن اینه که در اصل 44 در مورد ورزش این نیست، به هر حال تا زمانی که مردم دست به جیبشون نکنن برای ورزش پول خرج بکنن این یک سازوکار اقتصادی فراهم نمیکنه، تا زمانی که این اتفاق هم نیفته خصوصی سازی به اون شکل مفهومی در مورد ورزش پیدا نمیکنه. بله، من دو سه تا نکته رو عرض کنم. یکی این که راجع به بحث آقای مهندس آشتیانی اشاره فرمودن که دو تا شرکتی میخوان واگذار کنه، دارایی نداره، فقط برنده. خب ببین، دههای گذشته شاید در سطح دنیا اینجوری بود که یه شرکت ارزشش 70% دارایی فیزیکی بود، 30% دارایی غیر فیزیکی بوده. الان برعکس شده، آقای دکتر اشاره فرمودن 95% فرض کنید شرکت کوکاکولا دارایش غیر فیزیکیه. حالا این شرکت هم با توجه به این شرایطی که داره، یعنی در واقع وزارت اقتصاد، وزارت ورزش هم قطعا باید دنبال این موضوع باشه که دو تا ورزشکار رو قرار شد که بدن به، یعنی درفشیفر رو بدن به پرسپولیس، مرغوب کار رو به استقلال. خودش یه ارزشی داره، حداقلش این بود که دیگه حقوق صاحبان سهامشون 10 میلیارد تومان منفی نیست، یه عدد قابل توجه مثبت میشد. بحث این که حالا اشاره شد آقای دکتر حسینی که جناب آقای مهندس پورحسینی رئیس کل محترم سازمان اشاره داشتن که این رو ما تا پایان سال در واقع بحث قیمت گذاریشون رو انجام میدیم. اگر این کار رو نکنیم عملا سال 93 هم انجام نمیشه. چرا؟ چون بعدش جام جهانی رو دارید، بعد شروع فصل دوباره میگی تا فصل تموم نشه پس واگذار نمیشه. که خب ما بهترین در واقع اگر واقعا عزم بر واگذاری باشه قبل از شروع فصل، قبل از مسابقات جام جهانی، 20 فروردین از اینجا اومده. بله. که احتمالاً که تا قبل از شروع فصل این شرکت، در واقع دو تا شرکت، بحث ارزش گذاریش رو اون مراجعی که زی صلاح هستن، نمیدونم اگر کارشناس رسمی دادگستری است که قانون مشخص کرده، مراجعی که در واقع بوسه ارزیابی رو انجام میدن، خب اونا انجام میدن. این شرکت یه ترازنامه‌ای داره، این ترازنامه یه سمت داراییه، یه سمتش بدهیه، نهایتاً کارشناس ارزیابی میکنه، داره میشه آ، بدهیاش میشه بی. نه بی که الان آقای دکتر خادم اشاره میکنن که این چیزی که تو صورت‌های مالی هست ممکنه بیشتر باشه. خب کارشناس بر اساس همین اطلاعاتی که در واقع اخذ میکنه ممکنه بیا تعدیلش کنه، در واقع آی منهای بی، بعد اون تعدیلات هم بهش اضافه میکنه، آی منهای بی با اون تعدیلات میشه سی. این رو دیگه ارزش میکنیم دیگه. حالا اون هم خریدار تکلیفش مشخصه که در واقع یه سری بدهیایی داره، سمت راست دارایی هم دیده شد. منتها نکته مهمی که اینجا وجود داره بحث اهلیته، یعنی اهلیت هم اختیارش با هیئت واگذاری هست. هیئت واگذاری هم قطعا ما خواهش کردیم از وزارت ورزش، ما جلسات مرتبی که قبلا در واقع رفتم وزارت ورزش ازشون خواهش کردیم که شما نگرانیات در خصوص این که اون شخصی که میخواد بخره چی هست، چه شرایط رو در واقع، چه دستورالعمل نظارتی رو شما تهیه کردید که خریدار بایستی پایبند باشه به اون، شما حداقل این رو به وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی اعلام فرمایید که این، تا این موضوع در هیئت واگذاری مطرح بشه، چون هیئت واگذاری مرجعش در واقع هست اونجا تصمیم بگیره. اگر تصمیم گرفته شد که همون شرایطی که آقایون در واقع وزارت ورزش اعلام کردن، این همون شرایط هم تو آگهی‌هامون درج میشه، هم تو قراردادهای واگذاریمون لحاظ میشه که خریدار پایبند به اون در واقع نکاتی که وزارت ورزش میگه. در واقع 44 نفر پیش کسوت یک سال خورده دارن حقوق میگیرن از این شرکت، همشون بیمه شدن توسط این شرکت. این شرکت اهلیت خرید پرسپولیس رو داره. این یک. دو، دوستان ما مستحضر نیستن که یک هلدینگ اقتصادی پرسپولیس تشکیل داده یک سال خورده ای تو بحث برندینگ، برنامه
سالانه داره، درآمدهاش مشخص شده و این یک بیس اقتصادی است که میتواند برود جزء دارایی های پرسپولیس. نمیدونن، سه نمیدونن عزیزان که شرکت سرمایه گذاری بورس در پرسپولیس در سازمان بورس اوراق بهادار مجوز فعالیت داره، 50 میلیارد تومان سقف پذیره نویسیش تعیین شده، 2 میلیارد تومان توی یک ماه فقط پذیره نوشته، سهام فروخته و الان توش پول داره میاد. این جزء دارایی های پرسپولیس من ایجاد کردم، همین ستایی که الان تا الان گفتم. دوستان نمیدونن که قرارداد رسمی با سازمان صدا و سیما من تنظیم کردم با آقای تقدس نجات، آقای مهدوی مر، رئیس حقوقی صدا و سیما، رئیس بازرسی صدا و سیما، 15 ما جلسه گذاشتیم برای یک پروژه 250 میلیارد تومانی که تازه دیروز من به عرض آقای خادم رسوندم. اونم چون خادم یه پهلوانه، یک ورزشکاره، ما رو میشناسه به عنوان بچه انقلاب، زنگ زد آقا بیا ببینم چند دقیقه. ما رفتیم اونجا، بخش کوچکی از حرفامون رو زدیم. دوستان ما دانشگاه داره پرسپولیس، پرسپولیس شرکت های بیمه داره، شرکت آژانس هواپیمایی داره، شرکت های هم شود که برندینگی داره که کالا الان کالاهاش تو بازار داره میره مفصل و گسترده. اینا دارایی های پرسپولیسه. کسی که میاد پرسپولیس بخره با یه مجموعه روبرو خواهد شد که واقعا سریعا براش پول سازی میکنه. نکته آخر این که آقای شمس عزیز یک سال ما با ایشون یک سال قولی جلسات مستمر گذاشتیم، ما تعیین کردیم نحوه فروش پرسپولیس چه جوری باشه. ما پیشنهاد یک کنسورسیوم دادیم، یکیش شرکت پیشکسوتان که اهلیت این کار رو داره، مدیریت باشگاه از نظر فنی و فوتبالی رو دنبال کنه، و دو تا شرکت دیگه معرفی کردن، یعنی یک بانک و یک شرکت دیگه که کنسورسیوم بشن یک خرن پرسپولیس رو. من حرفم اینه، برای خصوصی سازی کردن پرسپولیس و استقلال هیچ بهانه‌ای وجود نداره. حرف جناب آقای دکتر خادم حرف درستی از این جهت که ما نگرانیم که این دو تا باشگاه خصوصی بشه آینده چی میشه. باز دولت مسئوله. من به ایشون عرض میکنم جناب آقای خادم عزیز، پلیس اولین کاری که توی سال 79 تا 83 انجام داد این بود، گذرنامه رو به بخش خصوصی داد، گواهینامه رو به بخش خصوصی داد، شماره گذاری رو به بخش خصوصی داد. و من چون دبیر دولت الکترونیک بودم، ثبت احوال هم صدور شناسنامه و کارت ملیشو داره خصوصی میکنه. ما نباید بترسیم. پلیس 1700 تا آموزشگاه رانندگی در ایران خصوصی دارن گواهینامه رو کار میکنن. نکته مهم اینه که پلیس اومده دست گذاشته رو گلوگاه ها، دست خودش نگه داشته، اختیار و مسئولیت رو به اونا بده. اما تو پروسه صدور گواهینامه 2-3 تا نقطه رو پلیس نگه داشته. این قدرت پلیس همیشه حکومت میکنه. این گلوگاه ها آقای رویانیان، این گلوگاه ها توی واگذاری استقلال پرسپولیس چی میتونه باشه؟ خیلی راحته، خیلی راحته. شما الان عذر میخوام آقای یوسفی عزیز جانم. الان یه شرکت خصوصی تو ایران داره کار میکنه، وزارت اطلاعات، اجازه بدید، وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی، دیوان محاسبات، البته دیوان محاسبات خب حالا بحثش فرق میکنه، دستگاه های مختلف نظارتی رو اون دارن نظارت میکنن. مگه میتونه یه بخش خصوصی هر قدرتی باشه تو نظام جمهوری اسلامی میتونه خلاف نظام حرکت کنه، خلاف منفیات دولت، منفیات نظام، منفیات قانون اساسی حرکت کنه؟ چرا میترسیم؟ چرا پرسپولیس اینجوری؟ اما نکته ای که فرمودن آقای حسینی، این که در میرن توی استادیوم ها
دکون ها درست میشه، لیدر درست میشه، اینو میکنن اونو درست میفرماین. وقتی خصوصی باشه سیستم خصوصی منافع محوره، اقتصاد محوره. اگه مدیر رو انتخاب کرده همه انتخاب کردن، بخش خصوصی وقتی باشه مردم میدونن بخش خصوصی رو باشه چیزی. وقتی میبینن دولت میاد مربی انتخاب میکنه، سرپرست انتخاب میکنه، مربی انتخاب میکنه، مدیرعامل انتخاب میکنه، همش هم اکثرش هم سیاسی هست، مردم میان فوش میدن. ببینید مردم وقتی ببینن دست خودشونه همکاری میکنن. حرف من اینه با احترام به جناب آقای خادم بله. و با هدفی که ایشون داره، نگران و دغدغش اینه که درست انجام بشه، واقعا براش احترام قائلم. ولی حرف آقای حسینی، آقای عبدو و آقای شمس به نظر من میتواند یک اراده، یک کار انقلابی این مسئله باقی مونده سالها رو حل بکنه. پرسپولیس آقای یوسفی تا سال 82 فکر کنم خصوصی بود اصلا، اونها دولتیش کردن، بدتر شد، قفلش محکمتر شد. میخوام عرض بکنم این میشود، خیلی عذر میخوام، من اصلا نباید صحبت میکردم. آقای رویانیان نه، ما خیلی هم استفاده کردید. نه بابا چرا، ما بدرقه هستیم درست تو فرهنگمون، ولی شما مدیر عامل پیشین اطلاعاتتون به درد خورد. اصلا الان دقت کردیم با اطلاعاتی دادین، الان قیمت گذاری کلی بردم بالا، همه را الان یادداشت کردن که چیا داره. مجبور شدم، آره پشت خط باشی، مجبور شدم این کارو بکنم. آقای رویانیان راست میگن شما، آقای دایی از این شایعات خب زیاده، میخوام از شما بپرسم، میگن شما آقای دایی هم به هر حال جزء اون کسایی هستین که میخوان به هر حال بختتون رو برای گرفتن پرسپولیس امتحان کنی؟ من با دیروز خدمت آقای خادم عرض کردم، من حداقل 8 سال آینده به فکر این نیستم که برگردم بیام توی ورزش یا دولت و اینها. بسیار حداقل بعدش هم که مردیم برادر من، نه خدا نکنه، نبودیم 8 سال دیدش هم زدیم. 8 سالتون کارشناسیه؟ این رقم 8 سال از کجا آوردین؟ کارشناسی آوردین؟ به عمر دولت تدبیر و عمر مثلا. دولت تطبیق دادم من. آره بسیار عالی، دیدم رقمو کارشناسی حساب کرد. آقای رویانیان عزیز پشت خط باشین، آقای شمس هم چون خطاب قرار دادید دوستانو صحبتی دارن. آقای شمس بفرمایید. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت سردار عزیز. نکاتی رو شون فرمودن، بحث اینکه خب یه سری سرمایه گذاری ها انجام شده، مطمئن صورت مالی که هیئت مدیره در واقع برای 31392 تهیه کرده در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده، عمده مسئولی که اشاره فرمودن بوسی در صورت مالی تحت عنوان سرمایه گذاری بلند مدت درج میشد، یه رقمی اونجا درج نشده. احتمالاً حالا این شرکت هایی که به ثبت رسوندن شاید بعد از 31392 بوده. خب انشالله اون اطلاعات رو ما میگیریم در قیمت گذاری. سورپرایز بشین آقای رویانیان. بعد یه نکته رو عرض کنم آقای، وقت داریم بفهمید. انشالله خب اون اطلاعات رو ما میگیریم، قطعا اونا رو هم در قیمت گذاری لحاظ میکنیم. یه نکته رو هم دوستان همشون اشاره فرمودن، ببین اعمال حاکمیت الزاماً با داشتن مالکیت درست صورت نمیگیره، یعنی بله اینم درست، این نکته درستیه، همون چیزی که آقای رویانیان هم اشاره کردن. آقای خادم شما صحبتی دارید در این بخش؟ خدمت شما عرض کنم که من میخوام این مطالب رو، حالا چه مطالبی گفته شد و چه در مجموع، چون آقای رویانیان هم پشت خطن، در واقع مخصوصا خطاب به ایشون منظورمه که من شما. فقط جناب رویانیان عرض سلام دارم. بله من دیروز خدمت ایشون بودم، چند دفعه ایشون محبت کرده بود و میخواست اطلاعاتی رو به من بده و من به هر حال با این مشغله‌ای که این چیز بود یه مقدار با یه وقفه این اتفاق افتاد که بالاخره دیروز فکر کردم که شاید منصفانه نباشه که حالا ایشون با توجه اینکه به هر حال تلاش خودش رو برای بیش از 2 سال گذشته برای پرسپولیس کرده، من به عنوان بله به عنوان یک نفری که به هر حال متولی این کار هستم اطلاعات ایشون رو هم نشنم، برای همین به هر حال دیروز خدمتشون بودم. من فقط یه نکته رو دارم، همه مطالبی که جناب رویانیان میگن از یه جهت میخوام از دو منظر بگم، برای که من صحبت ایشون رو دیروز شنیده بودم در این جلسه این ابهامات رو مطرح میگم. ما الان از یک طرف بحث بدهی های پرسپولیس رو داریم، از این طرف بالاخره جناب رویانیان به عنوان مدیر عامل قبلی مدعی درآمد هایی هستن. من به عنوان یک نفری که الان وارد شدم و طبیعتاً شخصاً نمیتونم یک روزه همه اینا رو جمع بکنم،
ما تیم بازرسی رو مستقر کردیم. این شرکت هایی که عنوان میکنن از یک منظر مثبتش نکاتی که آیه جناب سردار عنوان میکنن، ولی از یک منظر دیگه بهش علامت سوال های بسیار بزرگی در خصوصش هست که من شخصا به خاطر اینکه فکر میکنم که یک اشکالی که متاسفانه در فرهنگ ما داره نهادی نمیشه اینه که قبل از اینکه هیچ چیزی مشخص شده باشه در موردش خیلی حرف میزنیم، که خب اینم برآمده از اتفاقات این 7 8 سال گذشته است که انشالله امیدواریم در 7 8 سال آینده تصحیح بشه. آقا این 8 سال به اون 8 سال در آقای رویان خدمتتون عرض کنم که برای همین من اصلا در مقامی نیستم و در جایگاهی نیستم و در شرایطی نیستم که اظهار نظر تایید یا رد اتفاقات داخل پرسپولیس و انشالله در آینده نزدیک در استقلال رو داشته باشم تا اینکه حساب‌های مالی و شرایط حاکم بر باشگاه دو باشگاه کاملا مشخص بشه. یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم الان آقای رویانیان پشت خط هستن بتونن به من پاسخ بدن چون دیروز مطرح نشد اینه که بالاخره ما بر اساس قانون در سال 92 خزانه بایستی پرسپولیس عرض کردم 10 میلیارد و اندی و استقلال نزدیک به 10 میلیارد تومان به خزانه میریخته، از طریق خزانه دوباره بهش برمیگشته. همین ادعایی که توی فکر می‌کنم همین برنامه بود که جناب رویانیان و جناب فتح‌الله‌زاده در جلسه داشتن که به هر حال دولت باید به ما کمک کنه. میخوام بگم که این کار با توجه به اینکه در ابتدای ترین پاسخی که من از اعضای بازرسی داشتم اینه که عنوان کردن که کلن 3 میلیارد تومان به حساب ریخته شده، حساب خود پرسپولیس، و خود این 3 میلیارد تومان هم هزینه کردن، یعنی به حساب خزانه نرفته. ما الان شرکت توسعه رو هم در وزارت ورزش، توسعه اماکن ورزشی رو هم داریم که اون موظف به 20 میلیارد تومان بوده، این پول رو ریخته به حساب خزانه، خزانه دوباره بهش برگردونده و داره هزینه نگهداری اماکن ورزشی رو میده. همین یه دونه نکته رو که بالاخره کاملا مشخصه اینو به من بفهمند که آقای رویانیان عزیز پول به خزانه رو آیا ریختن یا نریختن. در خدمتی یه نکته رو عرض بکنم. ببینید اولا آقای خادم یه بررسی بیشتری بفرمایید بعد اظهار نظر بکنن دوستان بهتره. چرا؟ چون روز اولی که من رفتم گفتن 60 میلیارد بدهی وجود داره، یعنی کاملا خلاف شرع و خلاف انصاف اونم به من نسبت دادن، نه آقای خادما. من از باقی خادمم شکایت کردم، از کس دیگه. ببینید اصلا باشگاه پرسپولیس اصلا ردیف بودجه داره که شما میگید بریز تو خزانه. آخه باشگاهی که ردیف بودجه نداره، از دولت ردیف بودجه نمیگیره، حسابی هم نداره، حسابش مسدود بلوکه از چند ساله، اسپانسر که میاد به بازیکن مستقیم پول پرداخت میکنه، من از بازیکن بگیرم بریزم تو خزانه؟ آخه شما کجای مملکت هست؟ پول که نمیدید، رئیس که نداره، مدعی هستید، مالکش هم هستید، حرف هم میزنید، جلوی ما یه چیز دیگه میگید، یعنی وای میستید. به نظر من آقای خادم اول بررسی کنید وضعیت مالی وزارتخونه که باشگاهی که ردیف بودجه نداره چجوری میتونه وارد خزانه بکنه؟ من عذرخواهی میکنم، اونقدر که من متوجه میشم ما بالاخره عرض میکنیم کل وزارت که یکی دو ماهه و بنده هم که 10 روزه که وارد این بحث شدم. الان من تصور میکنم که فرد فرهیخته و توامندی مثل جناب علی با توجه به این که فرمودید 28 ماه مدیریت این باشگاه رو داشتین و قبل از این هم در خیلی جاها از جمله نیروی انتظامی منشأ خدمات قابل احترام و قابل اعتنایی بودید، به نظر من میاد که اون هیئت مدیره محترم و جناب علی به عنوان مدیر عامل این اولین و ابتدایی ترین کاریه که بایستی در داخل اون باشگاه ساماندهی میکردید و بعدش بر اساس اون این اتفاقی که بر اساس قانون موظف به اجراش وزارت ورزش بوده و طبیعتاً زیر مجموعه این باشگاه و باشگاه استقلال بایستی عملیاتی میشده. طبیعتاً نمیتونین و من عذرخواهی میکنم، من اصلا دوست ندارم حرفامون
جوری باشه که من الان از شما پاسخ چیزی بخوام و خدای نکرده شما رو زیر سوال ببرم، ولی من اون چیزی که تصور میکنم حتما وزارت ورزش در ظرف دو ماه و نیمی که از شروع کار جدیدش گذشته که نمیتونه انتظار داشته باشه این کار رو برای سال 92 برای باشگاه ها انجام بده با تمام مسائل مبتلا به ورزش کشور که درش هست. من خواهش میکنم همین یه دونه نکته رو به من اگه پاسخ بدید ممنون میشم. آیا پولی به خزانه ریخته شده یا نه؟ عرض میکنم باشگاه پرسپولیس ردیف بودجه‌ای نداره که این کارو بکنه. خب باید به نظر شما مدیر عامل و هیئت مدیره در طول این سه سال گذشته، حالا به قبلش کاری ندارم، در این سه سال گذشته باید این کارو میکرده یا نه؟ بله شما آقای خادم چون تازه تشریف آوردید من عرض میکنم جهت آگاهیتون، هیئت مدیره ما اصلا قانونی نیست. مدیر عامل پرسپولیس که من باشم کنارگیری کردم، اصلا شما اقدام قانونی نکردید. الان آقای پروین قانونا نمیتونه هیچ کاری بکنه. هیئت مدیره اصلا تو ثبت شرکت و تو مجمع اصلا مسببه نداره، تغییر نام پیدا نکرده. هیئت مدیره اولیه که عوض شدن چند تاشون هنوز اونها قانونا باید چیز کنن. پس نگاه کنید مسئله ما اینه. امروز پس چیزی باید پرداخت نشده درسته؟ در روز ارتباط برقرار کردی با باشگاه. من عرض میکنم 28 ماه هیچ ارتباطی نبوده، نه رابطه. ما اصلا هیئت مدیرمون آقای خادم ببخشید. جناب سردار من یه سوال دیگه دارم خدمتتون. عذرخواهی میکنم. آقای جناب سردار چون وقت کمه من و شما محبت کردید تماس گرفتید. برای همین چون اسان عمومی نسبت به موضوع مقدار مشخص بشن و بدونن که ما به صورت جدی پیگیر هستیم و به هیچ وجه قصد زیر سوال بردن فردی نداریم، یه سوال دیگه ای دارم. با توجه به این درآمدزایی که جناب علی فرمودید انجام شده و بسیار هم خوبه، دیروز هم به من گفتید و من حتما در جلسه شنبه‌ای که جناب علی وزیر خواهم داشت اینها رو منتقل خواهم کرد، اما میخوام سوالم این بکنم، الان با توجه به این که شما خودتون استعفا کردید و هیئت مدیره ای هم که منصوب مدیریت قبلی وزارت ورزش بوده این استعفا رو قبول کرده که به هر حال این مسیر بر اساس اون چارچوبی که دیده میشه، یعنی به صورت شفافش و شکلیش، به بطنش من کاری ندارم، به نظر میاد که یک مسیری رو اتفاق افتاده. بفرمایید که طبیعتا الان قریب به 12 میلیارد تومان بازیکن‌ها طلب دارن، از این طرف خدمت شما عرض کنم هزینه هایی در اندازه دیروز هم خود جناب علی فرمودید اعزام تیم پرسپولیس به یک شهرستان رفتن و برگشتنش و خیلی مسائل دیگه که مبتلا به تیم هست الان وجود داره. عرض من اینه که شما به عنوان مدیر عاملی که زمین سازید کردید، شرایط رو فراهم کردید، آیا در این شرایط این استعفا بدون مشخص کردن این تکلیف این بدهی ها و مسائل ایجاد مشکل به نظر شما برای باشگاه کرده یا نکرده؟ و آیا وزارت ورزش الان باید پاسخگوی اینها باشه؟ نکرده. نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، آقایون اقتصاددان ها، آقایونی که به مسائل مالی و مدیریتی اشراف دارید، بدهی بابت ادامه قرارداد بازیکن ها، این بدهی اسمش نیست، این تعهد جاریه. کسی که منو برکنار کرده و پدر خانواده ما که وزارت ورزشه مسئول تعهدات جاری باشگاه، نه بدهی منه. آقای عباسی که وزیر ورزش بود تشریف برده، کسی رو میفتید در خونهش میگید حقوق کارمندای وزارت ورزش بدهی توی باید بدی؟ کجای دنیا اینو میگن؟ این تعریفش بدهی آقای خادم؟ این تعهد جاری باشگاه تا 31 سه میتونه پرداخت کنه. جناب سردار الان منبعی هست ما اینا رو پرداخت کنیم؟ و این یک. دو، اگه منبعی نیست خود میخوام، اگه منبعی نیست وزارت ورزش پس چه کار هستی بسر؟ چه متولیتی داره الان؟ وزارت ورزش چه مالکیتی بر ما داره؟ پولی که ما باید بدیم، پول تعهد بازیکنام که تا 31 سه من باید بدم. من چرا من تو خونه نشستم یه مدیر عامل دیگه گذاشتی؟ خب وقتی شما تغییرات میپذیرید، آقای یوسفی، آقای حسینی، نماینده محترم مجلس، 29-92 منو برکنار کردن در حالی که من مأموریت بودم تو اجمن داشتم مسئله آقای خلبری و
مصرف میکردم. 40 روز نتونستن اعلام کنن که اینو برگرار کردیم. من 40 روز تحمل کردم. همین راههای بوبانی من بستن. رنگ من گفتن در آدادهای رویانی رو عمل نکنید به بخشای خصوصی. چون ایشون رنگ 29 عوض شد. 40 روز موندم. طاقت آوردم. دیگه دیدم اصلا نمیشه پرسپولیس ضربه میخوره. چنور کشیدم. آقای رویانیان. آقای خادم عزیز. من شما رو قبول دارم. آخه مدیر عاملی که 29. آقای رویانیان باشه تو جلسه هیئت مدیره که خودش بزرشه. آقای رویانیان سردار قانونا من چه کار میتونم بکنم؟ وزارت ورزش هم هیچ عکس العمل نشون نمیده، میگه تغییرات نداریم. من چه کار میتونم؟ آقای رویانیان عزیز صحبت من نمیدونم، چون این بحث خیلی بحث ریشه‌ای ظاهرا صحبت که مطرح میشه بحث یکی دو دقیقه نیست، یه مقدارم از حوصله بحث خارج شد. ولی آقای حسینی که دارم گوش میکنم، به عنوان من خیلی دوست داشتم که نظرشون رو به هر حال هم هیئت رئیسه مجلسن، هم به هر حال قوه مقننن و هم یه به هر حال رسالت‌های نظارتی هم برایشون هست. همین چند دقیقه این بحث رو شنیدیم. آقای حسینی این نمیدونم کجاست مشکلات ما و چیه نظر شما، استنباط شما از این حرفا چیه؟ بنده هم خسته نباشید میگم خدمت آقای سردار رویانیان، زحمت زیاد کشیدم تو این ایام، نه ایام گذشته. ببینید جناب سردار، الان من فکر میکنم که شرایطی که شما توضیح دادید نسبت به باشگاه پرسپولیس و کارهایی که انجام دادید خب چیز قابل کتمانی نیست، باید مشهود باشه. یعنی همین تیم حسابرسی که جناب آقای خادم فرمودن میتونن در همین روزهای آینده بررسی بکنن و اگر واقعا اینها وجود داشته باشه، اینها که ادعا نمیتونه باشه، اگر وجود داشته باشه اینها جز سرمایه های باشگاه پرسپولیس هستن و کمک میکنه اصلا توی واگذاری. و این که شما اومدید و این اطلاعات رو در اختیار وزارت ورزش دارید جای تقدیر تشکر داره. من فکر میکنم که ما خیلی به حاشیه نریم. ما الان باید، باز گفتم من به جناب آقای آشتیانی عرض کردم، ما باید الان همفکری بکنیم. یک موضوع زمین مانده است، قانون مصوب شده، پرسپولیس و استقلال باید واگذار بشه، وزارت ورزش و دولت مکلف به این کاره و بخش خدمت شما خصوصی سازی کشور آمادگی داره. من فکر میکنم که بگذاریم از بعضی حواشی. یک روز شخصی میاد در یک سیستمی، یک روز در سیستمی دیگه هم باید خداحافظی بکنه. اینها رو جناب آقای رویانیان شاید برنامه درست خط قرمز نداشته باشه، اما شاید بعضی از موضوعات رو لازم نیست مطرح بکنیم و در نشست‌های تخصصی خودتون و وزارت ورزش میتونید کمک بکنید، بشینید همکاری بکنید. و جناب عالی آدم ناشناخته‌ای نیستید برای این کشور. هر جا باشید شما شخصی هستید که هر جا بودید موفق بودید. من فکر میکنم این بحث بدهی هم خیلی بیش از اندازه داره بزرگ میشه. بیایید خودتون به جای اینکه تو منزل نشستید، جناب آقای خادم علاوه بر اینکه الان معاونت پارلمانی هست، من فکر میکنم که شخصی هستن که میتونن حلقه وصل خوبی باشن. بشینید و خودتون با دست خودتون این موضوع بدهی حل بکنید و این شرایطی که الان ایجاد شده و متاسفانه بعضی ها از این آب گلالود دارن ماهی میگیرن و اختلاف رو بیشتر میکنن و دامن میزنن به این اختلاف حل بشه، ما هم در خدمت شما هستیم. شرایطی بشه که انشالله بهترین واگذاری برای پرسپولیس و استقلال اتفاق بیفته. انشالله آیه رویانیان عزیز، من اول اجازه بدید حسن استفاده این وسط بحث بکنم داخل پرانتز. شما رو رسما روی آنتن دعوت بکنم فردا توی خط قرمز برنامه ورزش از نگاه دو حضور پیدا بکنید. دوستان گفتن روی آنتن ازشون دعوت بکنید که تو محظورات اخلاقی قرار بگیرن. تشریف میارید آقای رویانیان عزیز؟ آقای حسینی من یه چیزی به آقای حسینی عرض کنم. من الان تو خونه نشستم آقای حسینی، منم بیکار نیستم، منم الان خدمت دارم میکنم و جای هست که هستم دیگه فضاش با فوتبال فرق میکنه. من عذرخواهی میکنم، منم بازنشسته نشدم متاسفانه یا خوشبختانه. البته آقای حسینی هم گفتن که شما هر جا باشید منشأ خیرید. بله سردار، اینی که منم وقت زیادی ندارم، این که به هر شکل میخوام یه نکته عرض کنم. اولا در خدمت شما یوسفی هستم،
دومن این نکته را عرض کنم، بنده با تمام وجودم شب و روز، البته صبح تا بعد از ظهر که اداره خودمون هستم، بعد از ظهر هر شب و هر روز میام هر جا آقایون بگن عنوان کارگر کار میکنم که اتفاق بیفته، چون راهاش رفتیم، آقای شمس میدونه مسیراش رفتیم، خیلی راحت میشه این کاری کرد، خیلی راحت. بسیار عالی سردار، هم از حسن نظر شما متشکر. این بحثا چون سر دراز داره اجازه بید. پس فردا که ما الان اعلام میکنیم رسما بینندگان عزیز که فردا که چه عرض کنم جمعه شب، الان دیگه بامداد جمعه است، 2:15-16 بامداده، ما در برنامه خط قرمز احتمالاً روبروی میثم زمان آبادی میشینه سردار رویانیان، هر چه دل تنگش میخواد اونجا میتونه. آره دیگه جمعه دیگه شب بعیده، چون من صدام میشه پخش بشه، تصویرم دیگه نمیتونم. چرا ممنوع تصویر؟ خدای نکرده مگه؟ نه آخه ما تو این جایی هستیم که دیگه واقعا آها نداریم. پس بسیار، پس تشریف ندارید، پس در یه فرصت دیگه انشالله. سردار خیلی متشکر. ما به عنوان رسانه، به عنوان جامعه ورزش افکار عمومی، در اون بخش خدماتی که انجام دادید برای باشگاه مردمی پرسپولیس از شما سپاسگزاریم. هر جام هستید براتون آرزوی توفیق داریم. بقیه مسائلم امیدواریم بر مر قانون و روال طبیعیش حل بشه و انشالله همه چیز شفاف و روشن بشه. خیلی هم ممنون سردار. خدا نگهدار، شبتون بخیر باشه. من چند تا نکته رو بگم. الان دیوان محاسبات و من بعد از اون با دکتر هاشمی، مناف هاشمی، معاونت محترم پشتیبانی وزارتخانه صحبت کردم، وزارت ورزش، گفتن الان دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور دو تذکر در خصوص همین بحث واریز به خزانه و موارد مثل این برای باشگاه پرسپولیس استقلال به وزارتخونه دادن، که خب با توجه به اینکه آقایون تازه کار رو دست گرفتن گفتن که خب به ما زمان بدین که بررسی لازم رو در این خصوص بکنیم. مطلبی که عنوان شد در خصوص بحث واگذاری به بخش خصوصی و اشاره شد به بحث گذرنامه و موارد مثل این، هم بایستی عرض بکنم که اون واگذاری به بخش خصوصی به صورت کامل نیست. اون چیزی که من تصور میکنم پیمان مدیریت و نظارت عالیه دستگاه‌های مثلا در پلیس در شهرداری که مثلا زباله ها رو هم به همین صورت پیمان مدیریت داده و میبینیم به نفع اصلا داره در سطح شهر انجام میشه و موارد مثل این انجام شده، این واگذاری به خصوصی نیست. اون شرکت هایی که جناب سردار گفتن من همه رو در جریانش هستم و چیزی نیست که در جریانش نباشم، اما اینها محدودیت هایی داره که من اینجا تو این جلسه به خاطر حفظ حرمت ها سعی میکنم هر چیزی که میخواد خدشه به این موضوع بکنه ورود نکنم. برای همین روی این بحث هیئت خدمت شرکت ها هم ما بحث داریم و یکی از نکاتی که میخوام بگم با نگاه مثبت اگه به موضوع نگاه بکنیم، یکی از مطالبی که نشون دهنده اینه که ما 20 خدمت شما عرض کنم فروردین امکان انجام این کارو نداریم. اگر آقایون گفتن ما انجام میدیم، یعنی اصلا ما نباید انجام، خودشون انجام میدن، ولی میخوام بگم یکی همین نکات که ما الان داریم حرف هی بدهی میزنیم ولی امکان داره درآمدها و اموالی وجود داشته باشه که این تراز رو و شرایط رو متفاوت بکنه. ما بیایم مثلا به خریدار تو مزایده اعلام بکنیم که آقا اینجا مثلا صفره یا 10 میلیارد زیر صفره یا 10 میلیارد بالای صفره، حالا تو بیا با این شرایط بخره، اون بیاد با این شرایط بخره با هر عددی که ما میگیم، پس فردا در بیاد که این قدم چیز فرانجا داره، این قدم چیز به هر حال، این قدم بدهی یه جای دیگه داره. بالاخره خواسته نخواسته همه نکاتی که آقای دکتر عبدی گفتن اینا همه باید بیاد قالب بندی بشه، چارچوب بندی بشه و یه چیزی عنوان بشه پیش نیازهای همین داستان. بله. بعد اینم در این خصوص بسیار. و همه این موارد تخصصی جای خودش. من یه نکته دارم و اون نکته‌ای که دغدغه وزارت ورزش اینه، ما انتهای فصل اینقدر بدهی وجود داره، اینها بایستی پرداخت بشه و کسانی که میخوان با این تیم درگیرن، یه قطار در حال حرکته، اینها رو از کجا ما بدیم؟ اگر بخوایم وایستیم که بخش خصوصی با این شرایط ورود بکنه، آیا ورود بکنه نکنه، عددش چی بشه و شرایطش چی بشه، کی نهایی بشه، کی باشگاه رو در دست بگیره و بعد بیاد برنامه‌ریزی مناسب برای فصل بعد؟ ما با بدهی های موجود و بستن تیم برای فصل بعد چه باید بکنیم؟ بسیار من میخوام بگم این مسائل رو هم در کنار این خصوصی سازی مشخص کنیم. نهایتا و جمع بندی وزارت ورزش عرض میکنم به جناب حسینی، جناب
خدمت شمس و کلی دولت و مجلس عرض میکنم که سیاست اصلی وزارت ورزش و چیزی که قبل از اومدن آقای دکتر گودرزی به صراحت به من گفتن اینه که ما هیچ مشکلی با همه این مسائل رو در نظر بگیرن، اگر مسائل فنی ما موظفیم به مردم بگیم، واقعیت ها رو بگیم و شرایط رو بگیم، در نهایت هر نحوی که صلاح بدونن و اون قالب تخصصی و شدنی اقتصادی شدنی باشه که باشگاه ها وارد بشن، حتما ما کاسه داغترازهاش نخواهیم دوشد. اما از شونه زیر خالی کردن که آیه دکتر گفتن حتما از اون پرهیز میکنیم. بسیار آیه حسینی بند، خواهشمون اینه قانون رو اجرایی کنید انشاءالله. یک، اعتقاد به خصوصی سازی داشته باشید. دو، فراموش کنید مدیریت دولتی باشگاه ها. اگر این اتفاق افتاد با اون مدیریتی که از شما و مجموعی وزارت داریم مطمئنیم خروجیش مثبت است. بسیار عالی. ما یه جمع‌بندی هم برات بگیریم مونتا از یکی از همکاران رسانه‌مون که پشت خطه، سردبیر محترم روزنامه گل، پژمان راهبر پشت خطه. آقا سلام، اصلا وقت نداریم استنباط شما، جمع‌بندی شما رو ظرف چند دقیقه. شبتون بخیر. آقا سلام علیکم. من سردبیر سایت گل هستم. آقا جانم سایت گل، من سردبیر سایت گل هستم. سایت گل گفتم، روزنامه گفتم. آقا عذرخواهی می‌کنم، به خدا تو ذهنم سایت بود، دو نیمه، ببخشید تو رو خدا. آقا جانم، چون بیننده بحث بودم در این ساعت دیوقت شب، من یه نکته رو میخواستم عرض کنم که دو هفته پیش ما اونجا بودیم در واقع راجعش صحبت کردیم، که موضوع پرسپولیس استقلال رو انقدر ملیش نکنیم، انقدر تعمیم ندیم به همه 80 میلیون جمعیت نفوس ایران. بله، این تیم، این دو تیم طرفداران محدودی دارن، برخلاف چیزی که در واقع دوستان میگن 30 میلیون 20 میلیون طرفدار محدودی دارن. الان هم در ورزشگاه آزادی بر بازی داخل برگزار میشه، 10,000 تا 20,000 نفر تماشاگر حضور پیدا میکنه. حالا ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی نکته خیلی مهم اینه که این بزرگ در واقع پنداری پرسپولیس و استقلال و ملی کردنشونه که باعث میشه که در واقع دوستان اراده خصوصی سازی از بین بره و بترسن و فکر کنن که اگر در واقع این تیم دست بخش خصوصی بیفته، بعدا سر به زنگاهای سیاسی و نمیدونم در شرایط مثلا نمیدونم یه اتفاقایی براشون میفته. اینا خیلی موضوع مهمی هست و دولت باید تکلیفش رو با این دو تا تیم روشن کنه. آقا رئال مادرید و بارسلونا هم موضوع امنیتی نیستن، چه برسه استقلال و پرسپولیس، دو تا تیم عادی هم در این پهنه، این کهکشان، این سپهر فوتبال جهان، دو تا تیم عادی هستن، درست پرطرفدارن، ولی سپاهان اصفهان هم پرطرفدار، مروان انزلی هم پرطرفدار، موضوعی اینقدر قامز مهم و پیچیده نیستن. ضمناً دولت اگر بناش بر عدالت هست، چه فرق بین سپاهان و ملوان و نفت آبادان و فولاد خوزستان و پرسپولیس؟ من الان از در واقع نماینده محترم مجلس شنیدم که بحث پرسپولیس رو در واقع این موضوع صحبت میکردم و بحث حساسیت دولت به این موضوع. یادمون باشه بالاخره اگه قرار باشه امکان توضیح بشه، قرار در واقع توجه سازی از طرف دولت به عنوان نهاد بالادستی، هیچ تفاوتی بین هیچ تیم وجود نداره که هر دو برنده پرسپولیس شانس داره. درسته این تیم طرفدارش بیشتره، ولی خب منافع بیشتری هم داره، قرارداد درآمد بیشتری هم خواهد داشت و الی آخر. بنابراین برای دولت نباید تفاوت داشته باشه که پرسپولیس، استقلال، سپاهان و و سایر تیم‌ها. من خواستم این موضوع رو عرض بکنم خدمتتون که اگر قرار هست استقلال خصوصی بشن، اول از همه این انگاره غلط که آقا اگر پرسپولیس باخت توی این مملکت بحران ایجاد میشه از این بره، پرسپولیس الان 7 سال داره میبازه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. آقا بذارید این تیم در مسیر درست و مسیر ساده تر ببینیم موضوع، اینقدر موضوع قامز و پیچیده و مبتنی بر تحلیل‌های امنیتی و عجیب و غریب. آقا اینکه آقای خادم میگن بسوز ببره مردم فرد و صبح نمیدونم با سرخوشی میرن و واقعا نمیدونم چقدر درسته. آیا اگه مثلا نفت آبادان ببره مردم آبادان با خوشحالی میرن سر کار یا نمیرن سر کار، یا مشکلات دیگری دارن؟ اگه فقیر باشن نمیدونم ثروتمند باشن، اصلا خوشحالی ما الان چقدر ربط به استقلال و پرسپولیس داره؟ موضوع اینه که اجازه بدیم این دو تا تیم مثل دو تا شرکت خصوصی، مثل دو تا بنگاه اقتصادی فعالیتشون ادامه بدن، نه به عنوان دو تا نهادی که قرار شادی های اضافه نمیدونم قرار اتفاقای دیگه فرامتنی رو به خودشون اختصاص بدن. من افتخاری میکنم که این حرفا رو بزنم
از وقتتون ساعت 2:30 شب صبح گرفتم، ولی این در استقرار پرسپولیس متاسفانه دولت اصلاحات همین کار کرده. در دوره آقای خاتمی این تیم از بخش خصوصی گرفته شده به سازمان تربیتی واگذار شده و در دوره بعد ادامه پیدا کرده با این تحلیل که آقا اگه استقرار خصوصی شخص باشه این شخص ممکنه نمیدونم در انتخابات ریاست جمهوری قش کنه به سمت کسی. به نظر من کاملا اشتباهه. این ما این دو تا باشگاه اونقدر بزرگ کردیم که حالا ازشون میترسیم، در صورتی که به نظرم ساده‌تر از این هست. خیلی متشکر پژمان راهبر، سردبیر محترم سایت گل، که منم فکر میکنم اگر به فرض خصوص سازی اتفاق بیفته وضعشون از حالایی که هست این دو تیم بدتر نخواهد شد، که خیلی هم بهتر خواهد شد و منافعش هم برای کشور انشالله بیشتر. خیلی ممنون آقا پژمان، شبتون بخیر. متشکرم به خاطر این بحث جدی و جذاب. خدا نگهدار، خیلی خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. خیلی متشکر و ممنون. آقای دکتر عبدو، آقای شمس این اواخر افتاده بودن روی دور دیگه، بیشتر میشنیدن، شنونده بودن، ولی خب بحث تخصصی بود، موضوعمون تخصصی نه، حوزه حواشی ورزش بود، همون چیزایی که بود به هر حال یه مقدار. خیلی متشکر آقای دکتر حسین عبدو تبریزی، آقای دکتر سید شریف حسینی عزیز، آقای ابوالقاسم شمس، دکتر امیررضا خادم، خیلی ممنون، بحث خوبی بود، امیدوارم که منافع خوبی هم داشته باشه. همچنان اعتقاد دارید که ایشون، ولی قبلا گفتن که ما عزم جدی داریم آقای حسینی ها، ان شاءالله که برای این کار موظفیم. آره. مسئولیم که این کارو انجام بدیم، هیچ مانعی هم نداره، شرایط هم فراهم می‌کنیم ان شاءالله. ان شاءالله حالا با مصاحبه های بستر آماده نیست و بعد ببینیم چی میشه. ان شاءالله این مگه مردم قراره اینو بفروشن؟ کسی که باید بفروشن بفروشن. نه میگم که اون توی مصاحبه است که شنونداش هم مردمن. منم من نظر چیزی که دارم میبینم و میگم، من که نمیتونم چیز غیر واقعی رو بگم، اون چیزی که من دارم میبینم و اتفاقاتی که همین یه تیکش همین صحبت های بین ما آقای رویانیان این شرایط، ولی جناب عبدو میفرمایند با همه این شرایط یه راهکاری وجود داره که این اتفاق بیفته. خب بیفته انجام بشه، ما که بحث نداریم. نه نه، ببینید انتخاب حضرت عالی برای این بحث نشون دهنده اینه که موضوع مهمه. بله. و الا خب خودشون واگذار میکرد. بحث من اینه که شما که نماینده ای که این کار انجام بدی، باید رو به افق جلو و واگذاری با توجه به تصویب قانون و موظف شدن دولت نگاه این باشه که ما داریم این کار انجام میدیم، حتما این کار انجام خواهد شد و شرایط رو انشالله با خصوص سازی هماهنگ خواهیم کرد برای واگذاری انشالله. البته از شروع صحبت شما هم اولین کلامتون این بود که چرا این کار رو میخواییم بکنیم. حالا اگه شما نهایتا به این نصیرتون با این اتفاق بیفته، ما هم انجامش هنوز میدیم. من هنوز بحثم اینه که شما به فرد واگذار نکنید. این بحث من این هنوز، من اول و آخر گفتم، یعنی اگر نحوه واگذاری بله. من افراد واگذاری اون بسیار عالی. خب آقا دیگه خداحافظی بکنیم که الان میذارم میرن، نصفشون اینجا چراغارم خاموش میکنن، خیلی دیر وقته. ممنون بینندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه بودید، از عزیزانمون هم سپاسگزاریم و امیدواریم که بتونه این بحث یه راهگشایی باشه برای این واگذاری ان شاء الله. بی حرف پیش، این دفعه دیگه گوش شیطان کرد چشم شیطان کور، این دفعه این اتفاق میخواد بیفته با رعایت لحاظ یک کیلو قند که گرفتیم. آه. اونجا نوشتیم که یک کیلو قند گرفتیم. ببینید آقای یوسفی، من خودم ما یه تخلف ما داریم، ما یه تخلف داریم. اون تخلف کجاست؟ اون تخلف ما با دیوان محاسبات کشوره. اونها میگن که آقا شما پولی که میگیریم باید بره توی خزانه. آه. از خزانه برداشت کنید. پس صحبت که دیشب آقای خادم هم میکردن. آره. گفتن این اتفاق نیفتاده. تخلف چرا نمیفته؟ این اتفاق نمیفته؟ ببینید ما بودجه بهمون تعریف نمیکنن، به ما بودجه رو نمیدن که ما بریزیم تو خزانه برداریم. بس. که بنده مجبورم ریش گرو بذارم پیش آقای غمخوار، پیش جناب عالی پول بگیرم بدم به این بچه‌هایی که مال دولتن، مال تیم دولتی ان، خرجش باید کنم. سازوکار درستی نیست دیگه. بله نیست. ببین اینا بودجه من اگه به موقع بدن، من بودجه رو میریزم تو حساب برمیگردم. حالا من چیکار میکنم؟ من مثلا میام پیش شما که اسپانسر هستی، میگم آقا اسپانسر یک ساله رو ببند. بازیکن میاد سراغ من میگه آقا شما اجازه بده من از ایشون که اسپانسر ماست رفیقم، میرم خودم خواهش میکنم پول رو زود بگیرم. خب من یا باید بهش پول بدم بگم نه، یا وقتی پول نمیدم اون بازیکن پولش میخواد، بعد میگم برو انجام بده دیگه، چون پول میخواد بگیره برای باشگاه، پول باشگاه زودتر میگیره.
میگم برو بگیر، ایشون میره از اون آدمی که اسپانسر ماست پولو میگیره، ولی تو حساب کتاب ما میاد، تو هوا نمیگیره اینها. گفتم تا یک ریال اولش تو حساب کتاب ما هست. اگه ما 10 میلیارد پول درآوردیم، هر 10 میلیارد رو تو حساب باشگاهمون ثبت و ضبطه، اما تو خزانه نمیتونستیم بفرستیم به این دلیل. خب اون پول اون به اون میداد، به من نمیداد، چون بازیکن بزرگی بوده، مطرحی بوده. مثلا ما دو سه بار آقای انصاری بنده خدا رو گیر انداختیم، خب ایشون اصلا تعهدی به ما نداره که، ولی ما گیرش انداختیم، گفتیم حاجی ما گیریم، گفته باشه به اون بازیکن من میدم دیگه. من نمیتونم دوباره اون چه سه ماه پیش دادم به اون، اون داده به یکی دیگه فروخته، دوباره اونو برگردونم یه سیکل رو، نمیشه. از اون مستقیم میگیرم میدونم، ولی ثبت و ضبطم رو دارم. یک دو، دیوان محاسبات به ما میگه شما مثلا 8 میلیارد بودجه دارین، اگر من بالای 8 میلیارد بریزم به حساب دیوان محاسبات، به حساب خزانه، بالاتر از 8 میلیارد دیگه من نمیدن، میبندن جلوشو. خب حساب کتاب باشگاه اصلا 8 میلیارد نیست که، ما 20 میلیارد، بله ما 20 میلیارد سوری هم نه، 20 میلیارد ما بودجمون 20 میلیارده. شما دیدین همین چند وقت پیش مدیرم، یکی از اعضای هیئت مدیره محترم تراکتورسازی اعلام کرد، وقتی که آقای زینی زاده رفتن، گفت ما تا الان 21 میلیارد هزینه کردیم، به بقیه هم مونده، همه سدی کم نشده ها، 21 میلیارد. ما میگیم آقا ما هم در حد تراکتور سپاهان ببینید، اونقدر ما پول بدیم، بیشتر ندین. این حرف منطقیه فکر میکنم. خب بنابراین پس من وقتی بریزم دیگه نمیتونم پولمو بردارم، پس چیکار باید بکنم؟ ببینید، ما میخوایم بگیم که آقا ما یه قول و قرارهایی میذاریم، به اون پایبند باشیم. نمیشه که نصف فصل بیایی بگی که نه فلانی اگه گفته من قبول ندارم. مگه من میگم که آقا مدیر عامل قبلی من به تو قرارداد بسته، به من ربطی نداره، برو از مدیر عامل قبلی بگیر، این حرفو میزنم؟ نمیزنم. میگم اون مدیر عامل قبلی من برای این باشگاه بسته. آقای فتح‌الله‌زاده، این بحث دیروز انجام شد، استنباط ما این بود آقای غمخوار، شما هم وارد بحث بشین، دولت میگه که آقا اصلا پول ندارم، پول داشته باشم من منع قانونی دارم، نمیتونم به استقلال پرسپولیس کمک کنم. در واقع همین اخیراً چند روز پیشم که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد دولت اینو نمیگه. آقای یوسف عذرخواهی میکنم، آقای فتح‌الله‌زاده اجازه بدید جمله رو بگم. مقام معظم رهبری که ابلاغ فرمودن به سران سقوب اقتصاد مقاومتی و روسش رو روی یکی از زیرشاخه‌ها و سرمجموعه‌اش در واقع تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازیه. به هر حال با تمام اینها میگن ما استقلال پرسپولیس رو باید بدیم. خب یعنی اینا تکلیف. خب این بحث دوم شد. خب ببینید بحث دوم با خیلی وسواس میکنم از آقای غمخوری. خلاصه این دوم بخش هم یه توضیح مختصر میدم چون راه کارش هم بدم. یعنی بعضی شما از اینی که هست بعدن آخر شد دیگه میگن پول که نمیدن. ببینید الان من همین رو عرض میکنم. ببینید پس این ور قضیه ما میگم تنها تخلفی که از ما پیدا کنن همونه، همونه. که نمیتونیم اونجا با گفتیم هم گفتیم ما شما یه راهکاری پیدا کنین که ما این تخلف رو هم نکنیم، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. پس دیگه پس بازرسی ویژه‌ای که الان میذارم مثلا در مورد پرسپولیس، مثلا شمای نوعی میگی که آقا بدهی باشگاه 10 میلیارده، نفر بعدی که میاد میگه 60 میلیارد، این اختلاف چیز. ببینید من میگم من در مورد باشگاه دیگه صحبتی ندارم، در مورد باشگاه استقلال ما همه چیز شفافه. اگر بیام ما دقیقاً میگیم که چقدر بدهی داریم، همین الانش هم من میتونم به شما بگم که چقدر بدهی داریم. بدهی باشگاه استقلال از بدو تأسیسش، یعنی از قبل از انقلاب تا الان که انباشته شده، با باقی مانده این فصلمون، باقی مانده این فصل که یک چیز حدود 10 میلیارد باقی مانده داریم، یک چیز حدود 28 میلیارد تومان. خیلی شفاف بیان، هر کسی میخواد بیاد بازرسی کنه، دقت کنه، هر کاری میخواد بکنه. الان شما 28 میلیارد 28 میلیارد. ببینید آقای یوسفی، من یه چیزی من میخوام که اینا بحث واگذاری رو داریم به بیراهه میبریم. خب خیلی ساده است، مدل های مختلف است. الان آقای غمخوار میگه در دنیا چیکار میکنه، انقدر راهکار ساده است که چندین مدل هست، نه یه مدل. خب بنده میگم آقا مگه اینا بدهکار نیستن؟ بدهکارن دیگه ها. شما چه کار دارین؟ یا شما میتونین واگذار کنین یا نمیتونین. ما میتونیم واگذار کنیم، ما آدم میاریم هم بدهی ها رو بده، خب هم پول باشگاه رو بده، دیگه حد شرفی هست؟ نه نمیپذیرن دیگه، میگن یا باید با بورس و فرابورس که امکان نداره به خاطر اینکه زیان دهن. آ غمخوارم چرا بریم چرا بریم تو برای فرابورس؟ چرا بریم فرابورس؟ خب نمیریشه دیگه. نه چرا بریم؟ اصلا کار دوم میگه مزایده. نه من میگم میخوام مزایده بکنم. مزایده درسته. من میگم آقا ما دو تا برندیم، استقلال و پرسپولیس دو تا برنده، اصلا بورس میخوام چیکار کنیم؟ ما چرا میخوام بریم بورس؟ این دو تا برند خواهم دارن، همه هم میخوانشون، بدیم برند دیگه. چطوری محاسبه میکنن برند در دنیا؟ مثلا میگن آقا 20 میلیون هوادار، یه چیز این سوال برای من مطرحه. برند و نام تجاری در دنیا روش های
فرمول‌های مشخصی داره که ما از همون فرمولا میتونیم استفاده کنیم. بگیم آقا این برند حتی تو دنیا به شما میگم مدیرم ارزش داره. جنرال موتورز 15 میلیون دلار مدیرش قیمت گذاشتن. آقای فتح‌الله زاده چقدر میارزه تو این باشگاه استقلال؟ تجربهش، تواناییش، کاراییش، اینا هم همه جزء چی دو جزء دارایی‌های مجازی باشگاه است. کسی که بتونه این مجموعه رو مدیریت کنه. راجع به هوادار یه نکته بگم. هوادار. چون دوستان هوادار رو میگن که اون دوستانی که مقدار انقلت میارن تو این بحث و حرف پربیراهی هم نیست، میگه که شما از کجا میدونید چه به لحاظ شرایط اقتصادی، چه به لحاظ توان، چه به لحاظ فرهنگی در سبد هزینه اون هوادار این تعریف شده که باید برای این تیم خرج بکنه. چرا فکر میکنیم 20 میلیون هوادار میان برای استقلال یا پرسپولیس خرج بکنن؟ اگر صداقت از ما ببینن اگر صداقت ببینن، اگر کارایی ببینن، پس موکول به هم اگره دیگه. بله اگرش حله. هوادار دوست داره تیمش نتیجه بگیره. کجا اومد؟ ببخشید از سینما مثال میزنم. همین میگفتن که سینما سوتوکو رو اینا یه روز مجانی کردن، دعوا شد سر صف و اینا. معلوم شد سینما مشکلی نداره با پول پرداختی، ظاهرا مشکل نکنه. الان مشکلمون توی فوتبالم نمیرم ورزشگاه، یه چدی بخشش بحث اقتصادیه. نه حتما بهش من به شما توضیح بگم. یعنی چه قشری طرفدارین فوتبال؟ من خیلی دوست داشتم که خب جناب آقای غمخوار و من خب چون کار حرفه‌ای می‌کنیم با هم دیگه تقریبا صحبتامون مثل همه موافق هم هستیم. ای کاش تو اینجا دو تا آدم مخالفه که واقعا مخالفه بیاریم حرفش چیه؟ یعنی بیاد بشینه روبروی من، من شما خواهش می‌کنم یه نفر که خیلی ادعا می‌کنه که حرف بلده، نه که من خدا نکرده خیلی حرف بلدم ها، ولی انقدر حرف بلدم که ثابت کنم که آقا واگذاری باید درست انجام بشه، به موقعش انجام بشه و درآمدزایی داره. ما یه روزی اوایل انقلاب یه جلسه بود، یکی از مقامات تقریبا میشه گفت درجه دو کشورم تو اون جلسه حضور داشتن، بحث بر مقاوم سازی خانه های روستایی بود، طرح بهسازی روستاها. من مسئول یه استانی بودم. تو اون جلسه که نشستم آقای استاندار اینا هم بودن، اومدم گفتم ما چیکار میکنیم؟ گفت ما اینا رو میخوایم که ضد زلزله هفت ریشتری درست کنیم. این بنده خدا پاشو رفت استاندار، نگو آقا آقا کجا اینا؟ گفت ببین هم که شما میگی که ما درست میگم هفت ریشتری درست کنیم، یعنی نمیخواین کار نکنید. شما تو شهرش هفت ریشتری درست نمیکنید، میخواید تو روستا پاشو رفت. ببینید الان ما نباید بیام حرفای گنده گنده بزنیم، بگیم آی این برند چقدر قیمت داره، اون چقدر شد، این فتوزه چیه، اون چیه، فلان چیه. ما باید بپذیریم که ما الان همه از دست ما آسی هن، میگن ضرر ده ایم دیگه، ملت میزنن سر ما که آقای ضرر داره میده. ما میگیم اگر شما اینه بدیم به یه عده که این ضرر رو دیگه نده، یعنی دولت به طور مال به قولش دوستان نده، اسراف نشه، این حرف بدیه، این حرف پیشرفتیه دیگه. درسته. ما میگیم اصلا شما چیکار دارین؟ مگه من عرض کردم ببینید آقای یوسفی عزیز، بنده یک امکاناتی رو اون کمپش آقای ناصر حجازی رو آوردم، 200 میلیارد قیمت اونه. خب الان میخوان حسابرسی کنن، میگن 28 میلیارد که من میگم که مال منم نیست، مال قبل از انقلاب تا الانه، یعنی مال 40 ساله 50 ساله. من میگم مثلا آقا این 28 میلیارد همش مال من، من یه 28 میلیارد بدهی آوردم، یه 200 میلیارد دارایی آوردم. خب اون کس نمیبینه این 28 رو فوری چرا نمیبینن؟ دوست برای اینکه خصوص سازه میگفت ندارم، برای اینکه میخوان همه ندارم، فقط یه دونه درفشی پر من گرفتم دادیم. ببینید من گرفتم، اینا بتونن چیز بکنن، از امکانات دولتی هم نگرفتم، از سازمان تر بدم نگرفتم، میگه از سازمان گرفتم آوردم، از یه سازمان دیگه گرفتم آوردم، دارایی رو اضافه کردم. اینا رو نمیخوایم ببینیم. ببین ما میخوایم آدما رو بزنیم نابودشون کنیم. من ادعا دارم الانم دارم میگم این چش این اصلا ما نمیخوایم آقا سر نه چیزشو میخوایم، سهامشو میخوایم، هیچ چی نمیخوایم. 5 سال این بچه‌تون رو بدین من به عنوان کسی که 15 سال تو این باشگاه، اصلا بذاریم هوادارامون. ببین آقای هوادار شما حاضرین این باشگاه رو ما 5 سال بدیم امانت دست آقای فتح‌الله‌زاده؟ گفتم بدیم. بدین تحقیق کنن، تفحص کنن، اگه دیدن اهلیتشو داریم بدن. من سهامم نمیخوام، من اختیار میخوام. اختیار مجمع رو به من بدن، اختیار مجمع رو به من بدن. البته آقای وزیر هم یه نفر نماینده تامور اختیار بذاره تو اونجا نظارت کنه به کار ما، ما رو رها سازی نکنه، نظارت کنه ما رو. خب 5 سال بدن دست من، من یک ریال از بیت المال که نمیخوام به بیت المال هم کمک میکنم. بعد از 5 سال یک استادیوم 35000 تایی هم درست میکنم، میذارم روش، خواستن ادامه میدم، نخواستن میرم. یا علی بیام اصلا بدهی داره، بدبختن، عاجزن، همه چیز دارن، بیام بدم به ما. نمیخوام،
ببینید میخوان پس برمیگردیم به همون جایی که میگن نمیخوان. البته واقعا ما اونقدر این 10 ساله اتفاق افتاده بود ما فکر میکردیم نمیدونم نگاه امنیتی تو این قصه است. الان ظاهرا میگن نگاه امنیتی هم وجود نداره، یعنی هیچ کس نمیترسه از اینکه استقلال پرسپولیس مثلا به دست آقای نمیدونم غمخوار نوعی باشه، آقای فتولا سدی. ولی پس چرا این دولت یعنی نباید نمیخوان از کجا میاد؟ آیشو من دوست دارم بهشون دوست دارم عاشق این رو. ببینید من یه مثال بزنم که نمیذارم رئیس سازمان تربیت بدنی وقت که حالا ببخشید آقای غمخوار چقدر وقت داریم دوستان؟ به ما بفرمایید، ما جنبندی چون تموم بخش دومی هم داریم. بله چون کم شدیم یه بخش دومی هم داریم، یکی تو گوشی به ما بفرمایید. ببینید وقتی که رئیس سازمان تربیت بدنی وقت عشقش اینه که بره با یه فوتبالیست عکس بگیره، شما این دوتا تیمو نمیخواد؟ یعنی یه واقعیتای تو فوتبال. ببینید دوست داره که با... میگم بالاخره خواسته ناخواسته اینا شدن شخصیت‌های مرجع. وقتی رئیس سازمان میره با یه بازیکن میخواد عکس بگیره، دیگه شما میتونه مدیریت کنه تو اونجا؟ اصلا این چیزا رو ما نه. ببینید تو دنیا اصلا این چیزا نیست. ببینید ما حرفمون اینه که شما مدیریت باشگاه‌ها نباید بازیکن باشه، نباید پیشکسوت باشه، نباید باید مدیر باشه. مدیری که بودجه بفهمه، مدیری که اقتصاد بفهمه، مدیری که برنامه ریزی بفهمه، مدیری که شرایط بحران رو بفهمه، مدیری که قدرت چانه‌زنی در صحنه‌های بین‌المللی رو داشته باشه. شما وقتی بخوای بری یه بازیکن تو خارج از کشور بفروشی، قدرت چانه‌زنی نداشته باشی اصلا نمیتونی. ببینید تو دنیا اومدن گفتن آقا ما بازیکن از محل تولید و فروش بازیکن درآمد حاصل می‌کنیم، از محل پشتیبانان مالی درآمد حاصل می‌کنیم. اگر مدیر شما قدرت چانه‌زنی با اون اسپانسر رو نداشته باشه، چطوری میتونه حد اکثر قیمت رو برای مثلا آرمی که روی لباس باشگاهش میخواد داشته باشه؟ باید این قدرت رو، یعنی باید توان چانه‌زنی به لحاظ مسائل اقتصادی داشته باشه. این واگذاری اینا باید یه مدیریت بله مدیریت قوی. ببینید ما یه مالکیت معنوی تو باشگاهمون باید تعریف بشه. وقتی مالکیت معنوی تعریف شد، خرید و فروش اقلام با آرم باشگاه کاری که تو دنیا دارن میکنن، ما چیز جدیدی نمیخوام اختراع کنیم. 20% هزینه‌های باشگاه از محل از لباس بله. نمیدونم از این لیوان‌ها و ماگ‌های مختلفی خودکار، همه چیز با برند باشگاه. این باید کسی باشه که بتونه با اون تولید کننده ارتباط برقرار کنه، شبکه‌های فروش دایر کنه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دایر بکنه. شما میبینید تو تمام شهرها میبینید که مثلا فروشگاه زنجیره دارن محصولاتش رو چیکار میکنن میفروشن. باید قدرت چانه‌زنی با صدا و سیما و تلویزیون رو داشته باشه در جهت دریافت کپی حق پخش تلویزیونی. ببینید من الان سوالم اینه که صدا و سیما میخواد یه فیلمی رو درست بکنه یا تهیه کننده میاره میگه اینقدر بهت میدیم که شما چیکار کنی این فیلمو برای ما ثانیه اینقدر بسازی، که الان شنیدم خیلی ارزون شده دیگه، الان در حد فری شده، تهیه کننده مجانی دارن کار میکنن به علت مشکلات بودجه. خب ما در طول هفته چقدر عرض کنم که به اصطلاح بیننده برای شما درست میکنیم این برنامه؟ بعد خب پولش صدا و سیما بده، اگر در بودجه هست در بودجهش باید ببینن. من حرفم اینه که وقتی شما یه برنامه تلویزیونیتون پخش میشه 4 میلیون نفر آدم اسمس میزنن، یعنی 15 میلیون نفر دارن نگاه میکنن که 4 میلیونشون اسمس میزنن. اینه یه واقعیت هاییست که پس طرفدار داره این. حالا ما باید از این امکان استفاده بکنیم، حقمون رو از این پخش تلویزیونی بگیریم، از بلیت فروشی در استادیوم ها باید ما حقمون رو بگیریم. ببین در دنیا اومدن 50 تا کابین درست کردن به نام کابین VIP. شرکت های اسپانسر که با باشگاه طرف قرارداد هستن میگن آقا این کابین VIP رو ما 6 تا صندلی توش گذاشتن، سالی $100,000 مثلا ما میفروشیم. اون شرکت هم نه اینکه حالا بیاد مثلا برای اینکه کمک به باشگاه بکنه، در بودجه هاش هم چون دیده میاد اون کابینه میخره، 6 تا مدیراش میرن اونجا فوتبال نگاه میکنن. خب وقتی آقای فتح‌الله‌زاده استادیوم آزادی که مال ایشون نیست 20 سال من خب طرف همین دیگه این طرف اجرا بکنه، خب من استادیوم داشته باشم دارم کار بکنم. این طرف آقای قبولی دادم درآمد بسیار فوق العاده ای داره که ما ازش غافلیم. تبلیغات دور زمین، بالاخره تبلیغات دور زمین یه عددی است و میتونه خیلی کمک بکنه. کمک مالی هوادارا، کمک نهادها و سازمانها. من حرفم اینه که سازمان مبارزه با مواد مخدر تو کشور داره چیکار میکنه؟ هزینه های کلانی برای کار فرهنگی برای مبارزه با اعتیاد میکنه. شما اثر کاری که دوستان ما هفته گذشته کردن که رو پیرهناشون نوشتن که ما و یا آرمی آوردن که ما با اعتیاد داریم مبارزه میکنیم، این اثرش بیشتر یا اون کارهای فرهنگی که اونا دارن میکنن؟ این سازمان ها فوتبال یک پدیده چی بگم، ما میگم فرا
جناحی فرانهادی همه درش دخیلن. باید ما کمک کنم به این فوتبال. بالاخره جوونی که میاد تو استادیوم هیجانش به صورت مثبت تخلیه میشه، دیگه نمیره دنبال مواد مخدر. یعنی اینا یه واقعیتاست که باید دولت کمک کنه. شما ببینید تو دنیا میان برگزاری مسابقات با سایر کشورها میکنن، یه تیمی رو دعوت میکنن، مثلا کاری که سالهای گذشته شد بایر مونیخ اومد ایران بازی کرد، پول میگیره این تیم میره اونجا چیکار میکنه؟ بازی میکنه. الان باشگاه استقلال ما بیان بهش میگن ما پول میدیم به تو که بیا بری تو فلان کشور عربی و فلان کشوری که تو آسیا میانه است بازی کنی. ما اصلا از همه این درآمدها چیه؟ محرومیم. باید اینها رو ما زمینش رو فراهم بکنیم و قطعا اگر دست مدیران قوی و کارآمدی باشه، درآمدهایی که جناب آقای فتح‌الله‌زاده گفتن حاصل میشه. و اما قیمت گذاری رو داشتم میگفتم، دارایی های ثابت باشگاه، همین امکانی که الان بالاخره درفشیفر، زمانی که من در پرسپولیس بودم درفشیفر گرفتم، الان برن ارزیابیش بکنن قیمتش مشخصه، دارایی های مجازیش، اینها همه ارزیابی میشه و از طریق مزایده چیه باید واگذار بشه. یه شرطی اینجا ما داریم. ببینید شما در دستگاه های دیگه هم که واگذار شده، شرکت های دیگه هم که واگذار شده، می توانیم یک شرایطی رو بگذاریم، بگیم این شرایط باید چیه انجام بشه تا این مزایده، اون کسی که میخواد به عنوان برنده مزایده انتخاب بشه باید این انتخاب بشه. چیه؟ مثلا بگیم پیشکسوتان ما یک سهام ممتازه دارن، یعنی این سهام ممتازه هیچ کسی هم نمیتونه تغییرش بده، همیشه یک سیت در هیئت مدیره باید پیشکسوتان ما مثلا داشته باشن. حالا سازمان ورزش دوست داره یه سیت هم سازمان ورزش باید داشته باشه برای اینکه نظارت بکنه به این کار. ولی اینکه ما بیام جلوی واگذاری رو بگیریم به این ترتیب که اگر ما واگذار کنیم آی چه میشه چه میشه، هیچ چی نمیشه جناب آقای یوسفی، اتفاقا بهتر از این وضع بدتر نمیشه. بهتر. یعنی حداقلش اینه که از این وضع که بهتر نمیشه، بله حداقلش اینه که میگم شما میتونید محدودیت ها دیگه یه جنبندی بکنید و یک شرایط واگذاری رو تعریف بکنید. جالبه، من الان مثلا من حالا خودم رو عددی نمیدونم توی این صنعت بزرگ فوتبال، ولی یه نفر نیومد بگه آقا همخوار تو اون سالایی که این حرفا رو زدی شفاف سازی کردی، نمیدونم حسابرسی درست کردی، هدفت چی بود؟ ما 5 سال، ما 10 سال پیش هدفمون این بود که این کارا رو بکنیم. رؤسای وقت سازمانم گفتن آقا ما 5 سال اینجا رو دادیم به شما، شما اینجا رو مدیریت کنید. یه هیئت مدیره خیلی قوی هم که هم پیشکسوتا توش بودن، هم مدیران توش بودن، همه بودن توش، گذاشتیم اونجا و کارم داشت پیش میرفت. ولی سر 2 سال گفتن آقا اگر مثلا تو استادیوم یا به توی مثلا چیزی بگن انگار به ما گفتن، چون ما میخوام بریم کاندیدای ریاست جمهوری بشیم خراب میشه. یعنی اینا یه بحثایی است که باید حل بشه، یعنی باید تصمیم بگیرن. خب پس اینا بیشتر نشون میده که یک بار. این بند نافر رو اگه پاره بکنن، یک بار و برای همیشه بگن آقا ما واگذار کردیم، یک بار برای همیشه به فلان نفر و این نفر نداره. من وقتی دست این کسایی که مدیر هستن و توانایی که گفتم باید توانای اقتصادی داشته باشه، توانای مالی داشته باشه، اسپانسرینگ رو بتونه خوب انجام بده، عرض کنم که از تولید و فروش بازیکن که اصلا در دنیا مهمترین محور اینه که ما اصلا غافلیم ازش. آقای فتح‌الله‌زاده چند تا بازیکن تا حالا ترانسفر کرد؟ اصلا نحوه انعقاد قرارداد ما یه جوریه که بازیکن اینقدر الان به خودش جسارت داده که میگه یه جوری قرارداد تنظیم میکنه که میگه هر موقع اراده کردم از باشگاه میرم. اصلا این حرفا رو ما تو دنیا نداریم. بسیار. یعنی یه بازیکنی که میخواد لذا من پیشنهاد مشخصم اینه که میشود واگذار کرد، ما یک سازوکارهایی رو تعریف بکنیم، محدودیت‌های در واگذاری. جالبه نمیاد میگم مثلا تو نظرت چیه، هیچ کس نمیاد از ما نظر بخواد. یعنی آدمای جدیدی میان حالا از کشتی و نمیدونم از وزنه برداری و نمیدونم شنا و نمیان تو فوتبال نظر میدن، به کسایی که 40 سال تو فوتبالن کسی توجهی نداره. بسیار خب، خیلی متشکرم، ممنون. ما فقط باید جمع‌بندی بکنم، من در حد 30 ثانیه یک دقیقه. آقای فتح‌الله‌زاده عزیز، من استنباطم از بحث‌های دیروز و امروز اینه که بالاخره همون راهی که گفتن با تمام نواقصی که اینایی که داره ظاهرا با همون سیستم مزایده اینا این کار باید انجام بشه. ببینید من میگم که انجام بشه، ولی انجام بشه ولی با ملزومات قضیه هم رعایت. ببین یادت باشیم 10 ساله ما چش بستیم، نمیشه در عرض 2 ماه اگه می‌خوایم آتش بزنیم اینا رو، یا علی فرصت بدیم یه فرصت 6 ماهه که وضعیه و همکارانش بین هنوز به ما وقت نرسیده که بیان پرسن که ما چیکار کنیم، هنوز نظر ما نتونستن بگیرن چون وقتی نبوده. آقای یوسفی عزیز، در دنیا شرکت های اقتصادی وقتی میرن توی مرحله عبور میکنن بیشتر میشه به جی پی تی کشورها که یک شاخص اقتصادی اضافه میکنن به جی پی پیش. بله، اون جی پی تی این شرکت رو که وقتی میارن میگن که این شرکت خیلی دیگه خوب کار کرده، هر شرکت این کار نمیتونه بکنه.
در آلمان و در اسپانیا فوتبال تونسته 1% به جی پی تی اقتصادی آلمان اضافه کنه. ناخالص ملی در اسپانیا 2%. 2%. این یه شاخص اقتصادی بسیار وزینیه. پس فوتبال میتونه. من اعتقاد دارم که استقلال و پرسپولیس رو اگر رها بکنن با نظارت با وقت مقتضی میتونن رو پای خودشون بکنن، درآمدزایشون بیش از هزینه هاشون هست و این دو تا باشگاه فعلا میتونن رو پای خودشون بیستن. بیاییم آدم ها رو بذاریم، نترسیم، واگذار کنیم، ولی انصاف رو هم رعایت بکنیم انشالله. خیلی متشکرم. من فقط بگم شما یه جمله ایراد ندارم، جمله بگم که کارهای بزرگ رو دست آدم های کوچیک ندیم. آدم های بزرگ رو برای کارهای بزرگ انتخاب بکنیم، قطعا این میتونه مؤثر واقع بشه و فوتبال میتونه، میگم، هم در مسائل اجتماعی ما، هم در مسائل اقتصادی ما و هم در مسائل سیاسی و هم در نشاط ملی تأثیر بسزایی. ان شاء الله سی ثانیه فرصت داریم اگه مثال بزنم. خیلی جالبه، یادم خودشون گفت من بازیشون یه چیز زیادش میاد. ببینید من این خیلی جالبه، من 15 سال پیش با آدیداس قرارداد بستم، الانم هست. روزی که اومدیم ببندیم یه دونه چیف اوورد گذاشت رو میز، گفت نمیبندم. گفتم چرا؟ گفت این چیه؟ گفتم چیه؟ گفت اینو توی ایران زدن، دارم موها، گفت تو ایران زدن، گفت اینا خریدم من 5000 تومان، چیف من 35000 تومانه، کسی اینو ول نمیکنه بخره. نزد. این همون چیزیه که اشاره کرد، اون تمهیداتی که لازمه. بله، همون چیزایی دیگه، مالکیت معنوی. که کسی میگه شما چرا اینجوریین؟ ما هم داریم میگیم با این شرایط یه مقدار سخته که این اتفاقات بیفته، ولی ان شاء الله خواهد افتاد. ممنون.